چارشنبه در عالم رویا واکنش ها واقعی اما بازیگران و اشیا مهم هستند امروز روز فراروی به فراسوی جسم مادی و تعالی جویی است بنگرید که چگونه به بازیگران و رویدادهای زندگی که خود از برای خیشتن میآفرینید واکنش نشان می دهید. به خاطر بسپارید که همه احساسهایی از قبیل خشم لذت ترس، خستگی و پریشانی را که در درون تجربه می کنید بسیار واقعی هستند. درست همانطور که اگر در خواب ببینید که کسی در پی شما می تا به شما صدمه برساند زربان قلبتان تند می شود و نفس نفس می این حالت زربان قلب و نفس زدن واقعی است. اما شخصی که شما را دنبال می کند مهم و ساخته و پرداخته ذهن خود شماست. واکنش های شما جوهر اصلی و تعیین کننده کیفیت زندگی شما هستند. همین امروز واکنش خود را به آنچه در جهان برون برای زندگی خود آفریده اید بررسی کنید. و آگاه شوید که با افکار خود چگونه برخورد می کنید و فرایند آن چیست. واکنش های شما در زندگی به وسیله تفکر شما تعیین می شوند. همین امروز در عوض بررسی رویدادها و یا اشخاص واکنش های خیش را که موجب شکست شما می شوند و آثار خود ویرانگرانه آنها را مطالعه نمایید. مجسم کنید که از خواب برخواستید و از اینکه یکی از افرادی که در خواب دیدید به دلخواه شما رفتار نکرده و عصبانی هستید در این صورت خواهید گفت که این خوابی بیش نبود و سپس دنبال کار و زندگی خود می روید. همین سیاست را در زندگی خود به کار ببرید و از فلج شدن به وسیله اعمال دیگران بپرهیزید پنج شنبه تنها راهی را که می توانیم بدانیم که خواب دیده ایم، این است که بیدار شویم. امروز زندگی در هوشیاری و بیداری را تجربه کنید. یعنی بمیرید در حالی که زنده هستید و به گذشته بنگرید که می بایست چه کاری برای زندگی خود می کردید. سپس آغاز به فهم این نکته نمایید که هر آنچه را تجربه می کنید یک تفکر است. کلوچه ای را که می خواهید بخورید اما خوردن آن کمکی به شما نمی کند یک تفکر است. خشمی که نسبت به همسر و فرزندان خود دارید به این دلیل که به دلخواه شما رفتار نکردند یک تفکر است. از خواب بیدار می شوید و از این تجربه در می آبید و کاملا می بینید که چگونه رفتارهای شما که موجب نارضایتی خود شما شدند در واقع واکنش های شما به همان چیزهایی هستند که از برای خیشتن می و از این دیدگاه شما از جسم خود جدا شده اید و به رفتارهای خود در شرایط گوناگون می نگرید. و درست همانند بازیگری که در صحنه نمایش جسم خود را می بیند که نقشهایی را که برای آن تعیین کردهاند بازی می کند و میدانید که منحصرا یک جسم مادی نیستید شما برای مدت یک روز بدل به یک موجود نامرئی می شوید و در معرض نفوذ حواس پنجگانه نیستید و از اینکه به واسطه تفکر و اعمال ابلهانی ناشی از آن خیشتن را خرد و فلج می کردید به خود می خندید و خیشتن را مسخره می کنید در مقام یک انسان آگاه میدانید. تنها آنچه را در درون شماست نصار جهان, جهان برون می کنید و نه چیز دیگر و چیزی که در درون شما موجود است تنها ناشی از افکار شماست اگر امروز کینه و نفرت و خشم می افشانید به واسطه چیزی بیرون از شما نیست و همانیست که در درون انباشته اید عشق ورزیدن و اندیشه های هماهنگ و نامتناقض بدون توجه به اینکه چه چی چیز دریافت می کنید عشق و محبت می افشنید. افکار آشفته ناهماهنگ و آکنده از کینه و نفرت و خشم همان را بروز می دهند زیرا تنها می توانند همانی را ساطع کنند که در درون دارند هر دو نماینده معتقدات شما هستند و هرچه را در پس پرده است باز میتابانند در ابعاد زندگی انسان بیدار و هوشیار با دیدگان باز نمیتواند چیزی را که ندارد تقدیم دیگری کند به هر آنچه همه روزه به جهان برون عرضه میکنید نظاره کنید و دریابید تنها راهی که می توانید یک درک هماهنگ از زندگی فارغ از وهم و خیال باطل بیابید این است که بیدار شوید و ابعاد فکری تازه برگزینید و به همه اعمال خود از دیدگاه نوینی بنگرید و به این نحو یک هفته به پایان رسید و هر روز هفته را از دیدگاه یک رویابین بیدار سپری کردید و آگاه شدید که تنها لحظه های عمر در اختیار شماست و نه ماها و سالهای آن ما می این آگاهی را به کار بگیریم و هر روز زندگی خود را در بیداری و هوشیاری زیست کنیم و به همان درجه از آزادی و عدم محدودیتی که در عالم رویا برخوردار هستیم در بیداری نایل آییم هفت کلمه را در صدر ذهن خود جای دهید و به منطق و خوشیاری که در جرفنای آنها نهفته است توجه کنید و آن هفت کلمه را که فرشته صلح به شما ندا می دهد بشنوید شما همان چیزی خواهید بود که فکر می کنید فصل سوم وحدت وجود چند لحظه بر کلمه یونیورس به معنی کائنات تحمل کنید. این کلمه یک جهان مادی بزرگی را توصیف می کند که ما در هر لحظه آن هم نفس می کشیم و هم غرق در تفکر هستیم. اگر این واژه را به دو بخش تقسیم کنیم، بخش اول آن یونی به معنی واحد، یکی، و یا وحدت و بخش دوم آن ورس به معنی آواز یا آهنگ و یا سرود است که جمعا به معنی یک صدا یا یک سرود یا سرود واحد و یا وحدت سرود و غیر است که در کل به این معنی است که همه ما یک صدا یا یک ندا و یا یک سرود واحد هستیم بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند یعنی کل کائنات من و دوستانم و هر آنچه در هستی است به رغم حقیقت جدایی ها فاصله ها به صورت افراد تک همه در این سرود دست جمعی مشارکت داریم فهم حقیقت فوق و کاربرد آن در زندگی روزمره یکی از سخت در این مسائل در زندگی انسان است زیرا ما آنچنان به فردیت خود خو گرفته ایم و به آن اعتقاد داریم که خیشتن را واحدی منفرد و تافته جدا بافته می دانیم که در بین میلیون انسان دیگر جدا و مستقل عمل می کند. ما خود را منحصرا از طریق ذهن خیش به عنوان یک موجود منحصر به فرد و جدا از هر کس دیگر در کره زمین میشناسیم ما از دریچه جدایی خود به جهان می نگریم و تصور می کنیم تنها راه تماس و نگرش به جهان و سیر و سیاحت در واقعیت خیشتن همین یک دریچه است. برای متوجه کردن ذهن خود به اصل جهانی وحدت وجود یک تحول بزرگ لازم است. پس از ایجاد این تحول در میابیم که همه بشریت یک دل و یک صدا در یک سرود بسیار زیبا و هماهنگ حکم واحد را دارند و در پی آن یک تحول با شکوه در زندگی انفرادی ما رخ میدهد. اما برای این تحول باید همه معتقدات ناشی از کوته بینی در تاریخچه زندگی انفرادی و شخصی خود را از سر بیرون کنید و در عوض پیرامون ارتباط خیشتن با هر کس دیگری که همکنون در این جهان است و هر کس دیگر که قبلا در این جهان میزیسته و حتی کلیه کسانی که در آینده خواهند زیست بیاندیشید یک سیمای تازه از موضع ما در این سرود واحد آلبرت اینشتین که به نظر من بزرگترین مغز متفکر قرن بیستم بود مطالب زیرا پیرامون همان چیزی که از شما میخواهم آن را آزمایش کنید ارائه داده است یک انسان جزئی از یک کلیت است که کائنات نامیده میشود و در زمان و مکان محدود است انسان عادات خود و افکار و احساسهای خویشتن را به عنوان پدیده جدا از بقیه میشناسد این ناشی از خطای دید در آگاهی و فریب ذهن اوست این فریب ذهن برای ما زندانی میآفریند که ما را در چهار دیواری تمایلات شخصی و علاقه و محبت برای چند تن از نزدیکان خود محبوس و محدود میسازد رسالت ما باید بر این باشد که با بست افق دید و گسترش مهر و شفقت خود خیشتن را از این زندان آزاد کنیم و تمامی مخلوقات زنده و همه زیبایی های طبیعت را در آغوش گیریم. اینشتن چیزی بسیار والاتر از یک دانشمند محض بود. در واقع یک متفکر متافیزیست با تفکری بسیار عمیق بود که توجه بسیار کمی به عقاید و رفتارهای رایج جوامع داشت. اینشتین در قالب کلمات فوق ما را دعوت به آزادی خیش از قفسهای ذهنی خود می کند تا بتوانیم کیفیت اتصال و ارتباط خود را با کائنات ببینیم. اتصال و ارتباط نه تنها از طریق روان و کیفیت روحی و معنوی و کیهانی بلکه بالاتر از آن در جهان مادی واقعی و حسی. من شیوه مخصوص به خود را برای تشکیل این مفاهیم در ذهن خیش ابداع کردم در ابتدا میپرسم آیا می توانم به قدر کافی دور بیستم تا بتوانم سیمای کامل جهان را ببینم پیش خود مجسم می کنم که می توانم در نقطه بیستم که بتوانم کل دستگاه آفرینش را مشاهده کنم چون چون این کاری با بودن در قالب یک جسم مادی غیر ممکن است سعی در نگرش در جهت مخالف یعنی در کوچکترین ذرات می کنم و آنچه را در درون این ذرات می بینم بزرگ کرده و به سوی بینهایت می روم. ویکتور هوگو آن را به این ترتیب بیان می کند. در جایی که تلسکوپ از کار باز می ایستد، میکروسکوپ آغاز به کار می کند. کدام یک از این دو چشمانداز بزرگتری را نشان می دهد؟ من پیشنهاد می کنم که موقتا تلسکوپ را کنار بگذاریم و به کار با میکروسکوپ بپردازیم و از طریق آن نگاهی به کائنات یعنی سرود واحد بیاندازیم. در ابتدا این نگاه درونی را به چیزی میاندازیم که بیش از همه با ما آشناست و آن بدن خیشتن است. آنچه را در این جا میبینم این است که ما همه در عبارت منی که همان ما است خلاصه میشویم. و این عبارتی است از ریچارد موس در کتاب ارزشمند خود که تحت همین عنوان نامیده است حال با هم از طریق میکروسکوپ تمثیلی خود نظری به کائنات میاندازیم بدن ما پر از اجزای زنده است که اکثر آنها برای حفظ حیات ما لازم هستند پلکای چشمان ما دارای سازمان های کوچکی است که با تمامی جسم ما با هماهنگی عمل می کنند. جدار داخلی روده بزرگ ما دارای صدها میکروب است که همه زنده هستند و صفات مشخصه خود را دارند و در این حال جزئی ای از کلیتی که همان جسم ماست هستند. پوست سر ما سازمان های زیستی کوچکی را در خود جای می دهد که هر یک هویت ویژه خود را دارند و می توان آنها را با یک میکروسکوپ قوی بررسی کرد. همچنین سایر اندام ها مانند کبد، لزلمده، ناخون انگشت پا، پوست، قلب و امثال آنها لبریز از نیروی حیات هستند. و همه با هم مشترکن و هماهنگ با کلیت و تمامیتی که من نامیده می شود کار می کنند. در واقع شما و من جمعا یک من دیگر هستیم که ما نامیده می شود و هرچند که آن سازمان های زیستی که در ناخون انگشته پای ما قرار دارند به احتمال زیاد هرگز با سازمان های زیستی که در تخم چشم ما قرار دارند و بسیار از آنها متفاوتند در تماس نخواهند آمد و مجزا از یکدیگر و منحصر به فردند اما همه با هم برای بقای کلیتی که آن را خود مینامیم نقش اساسی دارند حقیقت فوق هنگامی برای من محرز شد که مدارکی دیدم مبنی بر اینکه در هر قطره باران موجودات زنده متعددی وجود دارد دانشمندان به کمک میکروسکوپ های بسیار قوی مشاهده کردند که در هر قطره باران صدها جسم زنده موجود است که بسیاری از آنها هیچ تماس جسمی با دیگری در همان قطره باران نداشتند. و دارای رنگ ها، اشکال و منشه متفاوت از یکدیگر بودند و هر یک ویژگی های فیزیکی مربوط به خود را داشتند و همانقدر از یکدیگر دور بودند که ما مردم امریکا از مردم افغانستان به دور هستیم. با این حال همه تشکیل یک کلیت یا مجموعه به نام قطره باران را می دهند. می توان استدلال کرد که اندازه جسم من نسبت به اندازه این جهان عظیم بی پایان همانند اندازه کوچکترین میکروب اندر کوچکترین میکروب اندر کوچکترین میکروب در قطره باران است. آن ذره بسیار کوچک زنده که در نوک انگشت پای ما زندگی می کند با آن موجود بسیار کوچک زنده واقع در شبکیه چشم من هرگز در تماس نخواهد آمد اما در عین حال این موجودات کوچک زنده جزئی از تمامیت یا مجموعه به نام انسان هستند با این مقایسه می توانم خود را در مقام یک شخص مربوط به یک مجموعه به نام کائنات بدانم. ما با دید محدود خود فقط می توانیم ارتباط خود با کائنات را در سطح مادی مشاهده کنیم و این ارتباط را به وسیله دستگاه های سنجش فیزیکی که اختراع کرده ایم برقرار کنیم و بر وجود آنها گواهی دهیم. اما اینها ابزارهایی هستند که با تنگ نظری و دیدی کوتاه به میزان زیاد دید ما را از موضع خیش در این سرود واحد محدود می کنند و اجازه نمی دهند که فکر ما چشمانداز وسیع از موضع ما بیابد. نتیجه این تنگ نظری آنکه بر این باور می شویم که واقعیت تنها همانی است که قادر به اندازه گیری آن هستیم و نه آنکه هم شامل آن چیزی که می توانیم اندازه بگیریم و هم آن چیزی که هنوز قادر به سنجش آن نیستیم هر دو می شود. میکروب ها و باکتری ها سالیان متمادی قبل از اختراع میکروسکوپ و پیش از آن که از پشت میکروسکوپ بتوانیم آنها را ببینیم در بدن ما میزیستند اختراع میکروسکوپ ای این موجودات را خلق نکرد بلکه فقط دستگاهی بود که توانست بر موجودیت آنچه قبلا وجود داشت اما غیر قابل سنجش بود گواهی دهد و لذا ای بسا ممکن و محتمل است که هر یک از شما من و دیگران اعضایی از مجموعه ای به عنوان ما باشیم که هنوز به وسیله اختراعات موجود در زمان حاضر غیر قابل اندازه است. اگر جامعه بشریت و همه ابنای آن را یک موجود فرض کنیم که هر یک از ما اعضایی از پیکر این موجود عظیم است و یا اگر بتوانیم در چنان موضع بالا با چشمانداز وسیع بیستیم تا مجموعه این جسم زنده را ببینیم خواهیم توانست هر عضو قایب و یا ناقص این مجموعه را مشاهده کنیم و چشمان ما قادر خواهد بود به فوریت جای خالی و عضو قایب از صحنه را مشاهده کند آن جای خالی که به اصطلاح توی چشم میخورد و جلب توجه میکند نشانگر اهمیت هر یک از ماست این شما و من هستیم که پیکری را که بشریت نامیده می شود کامل می کنیم. اگر ما کاملا زنده نباشیم و هماهنگ با کل مجموعه عمل نکنیم آن را نامتعادل و ناهماهنگ می کنیم و اگر تعداد افراد غایب از صحنه به میزان کافی برسد این پیکر که بشریت نامیده می شود میمیرد و این دیدگاهی است که باید اختیار کنیم تا اصل وحدت وجود را درک و فهم کنیم و بر طبق مبانی آن زندگی کنیم البته این یک بیان مغایر و متناقض است که بگوییم همه ما افراد تک و منحصر به فرد و در این حال همگی یک مجموعه واحد هستیم. با این حال این یک واقعیت است و در صحت آن شکی نیست پس از آنکه دانستیم که اصل وحدت وجود در این جهان بی پایان کارایی دارد خواهیم فهمید که این اصل نه تنها برای هر یک از ما بلکه برای کل ای که آن را تشکیل می دهد کار آمد است و نه تنها این هماهنگی را در درون خود احساس خواهید کرد بلکه از آن فراتر رفته و به جهان برون میتابانید تا این سرود واحد را به آهنگ شیرین تر، پرشورتر و دلانگیزتر بدل کنید و با هر یک از نوتهای منفرد حاضر در این سرود واحد هماهنگ و میزان باشید. حال به شما خواهم گفت که این اصل چگونه در هر یک از زمینه های زندگی من تحول ایجاد کرده است اولین تماس من با سرود واحد مادر بزرگم یعنی مادر مادرم در قلب من و در صدر همه جای داشت و در بین خیشان چیز دیگری بود و مقام ویژه‌ای داشت هنگامی که پدرم ما را به حال خود رها کرد و سر به نیست رفت، پدر بزرگ و مادر بزرگم برادر بزرگ مرا پیش خود بردند تا از او نگهداری کنند و من از نقش مادر به عنوان یک مادر به عنوان یک مادر بود که اولین اشاره مقدماتی از مفهوم وحدت وجود را دریافت کردم. مادر بزرگم از هر یکی از فرزندان خود پرستاری کرده بود و مخصوصا مواظب کوچکترها از جمله مادر من بود او بیشتر اوقات خود را صرف مواظبت از کودکان خیش میکرد و برای آنها با عشق و علاقه هرچه تمامتر آواز میخواند و با آنها بازی میکرد و آنان را نوازش میکرد هنگامی که مادر بزرگم به سن 94 سالگی رسید، تدریجاً از نظر جسمی علیل گردید و در آستانه 95 سالگی نیاز به کمک و پرستاری مداوم داشت. من شاهد مراقبت مادرم از مادر بزرگم در روزهای آخر زندگی او بودم و می دیدم چگونه لباسهای او را تمیز می نمود و دقت می کرد تا مطمئن شود لباسهای زیر او هرگز آلوده نباشند. یک روز دیدم مادرم او را در آغوش گرفت و یک موز را پوست کند و در دهان او گذاشت و سپس گلوی او را مالش داد تا به بلع او کمک کند سپس وی را یاری داد تا لباسهای خود را عوض کند او مادرش را تکان میداد و با او صحبت میکرد درست به مانند یک بچه و به این وسیله او را سرگرم میکرد با مشاهده این صحنه این سوال به ذهنم رسید که بالاخره کدام یک از این دو مادر هستند و کدام دختر آیا این پیرزن درمانده فعلی روزکاری غذا در دهان همین کس نمیگذاشت که از سایه در دهان او غذا میگذارد و از او مراقبت نمیکرد تا مطمئن شود که تغذیه او درست و بجاست و قنداق او را تمیز نمیکرد آیا این دو انسان در واقع نقش واحدی را برای یکدیگر ایفا نمی کنند؟ با مشاهده این صحنه اصل وحدت وجود به شیوه شگفت آوری به ذهن من خطور کرد و دریافتم که این نیز همانند کل کائنات یک دایره بزرگ است. و در حالی ما سعی در شناسایی جدایی و فردیت خود داریم هنگامی که می بینیم همه این مجموعه حکم واحد را دارد یک تصویر متفاوتی از آن برداشت می کنیم مبنی بر اینکه یک سرود واحد بزرگ به نام جامعه بشریت وجود دارد و هر یک از ما در درون این مجموعه بزرگ زاده شده ایم. دومین تجربه من از سرود واحد هنگامی بود که کتابی درباره هوشمندی جمعی تحت عنوان میمون صد یک نوشته کنکیس خواندم و سعی کردم که شخصا آن را در قالب با معنایی درآورم مختصر آنکه میمون صد یک فرضیه است مبنی بر اینکه اعضای یک گونه به خصوص حیوانات با رفتار خود یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. گروهی از میمون ها در سواحل ژاپن مورد مطالعه قرار گرفتند و یکی از میمون ها سیب زمینی خود را به شیوه مخصوصی در آب شور دریا شست به زودی سایر مهمون ها شروع به تقلید از او کردند و سیب های خود را در آب شور شستند. هنگامی که تعداد کافی از مهمون ها این عمل را تقلید کردند، همان رفتار در مهمون های دیگر در فاصله صدها کیلومتر دورتر ظاهر شد. به اینکه هر دو گروه هرگز تماسی با یکدیگر نداشتند. میمونه یک نمونه از رفتاری است که دانشمندان آن را شمار جرم بحرانی در یک گونه می نامن. و این فرضیه بر این اساس استوار است که اگر شمار کافی از تعداد افراد در یک گونه که شمار جرم بحرانی نامیده می شود به شیوه به خصوصی رفتار کنند همان رفتار در تمامی اعضای آن گونه بروز می کند. توضیح مترجم شمار جرم بحرانی در اصر شبیه اصطلاح راکتورهای هسته است. در یک واکنش هسته ای هنگامی که تعداد نوترون آزاد شده همراه با انرژی آنها به اندازه باشد که بتوانند به تعداد کافی نوترون دیگری را آزاد کنند و این دور تسلسل را به صورت تصاعدی ادامه دهند ایجاد یک واکنش زنجیره ای کنند و در این حالت راکتور در وضعیت بحرانی یا فوق بحرانی نامیده می شود. در یک جامعه نیست هرگاه به اندازه کافی افراد با قدرت کافی به شیوه معینی خوب یا بد رفتار کنند دیگر افراد هم به آنها تأسی می جویند. به عنوان مثال در دهه 1930 در جامعه امریکا ادهی به کشیدن سیگار روی به طوری که اگر دختر جوان سیگار نمی کشید غیر اجتماعی دهاتی و غیره به شمار می آمد. و این موج در دهه 1350 به ایران و در سنوات متفاوت به دیگر نقاط جهان رسید در دهه اخیر گروهی از مردم نهست ضد سیگار کشی را رواج دادند و در اماکن عمومی و هواپیماها یا سیگارکشی را ممنوع اعلان کردند و یا جای افراد سیگاری و غیر سیگاری را جدا کردند و خوشبختانه موفقیت هایی در این زمینه حاصل شده است به طوری که در گذشته حرف اول با افراد سیگاری بود و اگر در مجلس یک غیر سیگاری محیط را نمیپسندید این او بود که می بایست از محل خارج شده و نفسی تازه کند اما اکنون مسئله وارونه است مرحوم پروفسور عبدالسلام دانشمند فیزیک و برنده جایزه نوبل اهل پاکستان می گفت در گذشته در جهان سوم هرگاه کسی برای تحصیل به کشورهای پیشرفته می رفت به عنوان اینکه در کشورش موسسات پژوهشی علمی و وسایل و امکانات دیگر وجود ندارد و به وطن خود باز نمیگشت و یک مهاجرت یک طرفه مغزها و نخبه از جهان سوم به سوی کشورهای صنعتی وجود داشت که جهان سوم را فقیرتر و کشورهای توسعه یافته را غنیتر میکرد اما هنگامی که شمار کافی از تحصیل کردهها اقدام به بازگشت به وطن کردند و های اصلی و مراکزی را در تکنولوژی پزشکی پیمانکاری و غیره تشکیل دادند، به طور روزافزون تعداد بیشتری را جذب کردند. خوشبختانه کشور ما همکنون در آستانه تحول است و اوتوبان ها، پل ها، جاده ها، خطوط انتقال نیرو، خطوط لوله گاز، بازسازی و نوسازی تاسیسات و مجتمع های صنعتی جراحی های پیچیده مانند پیوند اعضای بدن و جراحی قلب باز به وسیله تیم های داخلی انجام می شود. پایان توضیح مترجم به نظر می رسد که این فرضیه در مورد همه گونه ها درست باشد و اگر شمار کافی از افراد هر گونه موجودات از جمله انسان به شیوه معینی تفکر و یا رفتار کنند همان نوع طرز تفکر در بین همه افراد آن گونه شایع می شود. کن در کتاب خود مثال جنگ هسته ای را می آورد و می اگر شمار معینی از افراد بشر معتقد شوند که بالاخره بحران جهانی منجر به جنگ اتمی خواهد شد و در این جهت رفتار نمایند هنگامی که این شمار به تعداد بحرانی برسد جهان درگیر یک جنگ هسته ای خواهد شد هر یک از ما واقعیت خیشتن را به عنوان یک گونه می آفرینیم. از سوی دیگر اگر شمار کافی از ما بر این باور شویم که بروز چنین جنگی محال خواهد بود و رفتارمان نیز در جهت تحقق بخشیدن به همین باور باشد در این صورت همین باور را در بین همه افراد گونه خود یعنی بشر خلق می کنیم و خطر جنگ هستهی منتفی می شود. ارتباط غیر بین همه اعضای یک گونه همکنون بیش از زمان گذشته قابل بررسی است و فیزیکدانان آن را حالت انتقالی یا تحولی مینمند دانشمندان گزارش دادن که هنگامی که اتم‌های موجود در یک مولکول به ترتیب خاصی قرار می‌گیرند و هنگامی که تعداد آنها به شمار بحرانی می‌رسد بقیه اتم‌ها خود به خود به همان صورت قرار می‌گیرند کتاب‌هایی که تعداد آنها روز به روز بیشتر می شود به وقوع این پدیده گواهی می دهند که بین قوانین فیزیک و هوشیاری جمعی ارتباط وجود دارد و به قرار مشروع در زیرنویس هستند. حال به معنی شگفت انگیز این نظریه نوپای علمی بیاندیشید که چگونه یک اساس علمی برای وحدت بخشیدن به همه کائنات را فراهم می سازد و بر این آرمان تکیه می کند که اگر همه ما به عنوان اعضای جامعه بشریت که در این نوع زندگی خاکی مشترک هستیم با پندار و رفتاری هماهنگ و آکنده از عشق و محبت زندگی کنیم میتوانیم کل جامعه بشریت را تحت تاثیر قرار دهیم صفحات تاریخ بشر به خون آلوده است تاریخ زندگی انسان آغشته به جنگ و آشوب است مادران زیادی در سوگ پسران خود اشک ریختند پسرانی که یکی بعد از دیگری در طی قرون متمادی به جبهه جنگ اعزام شدند یک سلسله بی پایان از وحشت و نفاق بر گذشته آنچه ما جامعه بشریت مینامیم سایه افکنده است و شما هم یکی از بازیگران این صحنه هستید آیا شما از چند دستگی و نفاقی که جزئی از تاریخ بشریت شده است جانبداری می کنید؟ و یا برعکس ندای محبت ها میز خود را بلند می کنید تا دیگری را که در کنار شما ایستاده تحت تاثیر قرار دهید و با خود هم صدا کنید تا هنگامی که به تعداد بحرانی برسید و کل جامعه بشریت در یک صفحه متحد با یکدیگر در سرود واحد هماهنگ شوند این تنها جامعه بشریت است که بعضا با تمامیت و مجموعه که خداوند مقرر فرموده و راه راست نامیده می شود ناهماهنگ شده است هنگامی که افراد موجود در یک مجموعه مانند اتم های موجود در ماده به طریق معینی جهت می گیرند می توانند تمام افراد در آن مجموعه را تحت تاثیر قرار دهند من شنیدم که دانشمندان در تمام زمینه های مطالعاتی قائل به یک نیروی نامرئی هستند که تمام اعضای آن گونه را به یکدیگر مربوط می سازد. آنها گزارش می دهند هنگامی که یک ماده در نقطه از یک سیاره متبلور می شود همان ماده در نقطه دیگر سیاره تقریبا همزمان به حالت تبلور در می بدون آنکه هیچ تماس ماده یا اطلاعاتی بین آنها موجود باشد پژوهشگران میگویند که میکروب ها در اروپا به ناگهان رفتاری بسیار متفاوت اختیار می کنند و همزمان میکروب های دیگر در نقطه دیگر کره زمین بدون هیچ گونه تبادل اطلاعاتی همان رفتار را از خود بروز می دهند. به نظر می رسد که سراسر تاریخ بشریت از این قانون نوشته نشده و نامرئی هوشیاری جمعی پیروی می کند. در اینجا سعی من بررسی صحت و سخم قوانین علمی و ثبوت این نظریه نیست بلکه برای این است که نشان دهم که وحدت وجود معتبر و ارزشمند است زیرا درک پدیده های علمی را که قبلا غیرقابل فهم و توجیه بودند میسر می سازد. مسلما اگر شماری از ما بدل به افرادی صلحجو و غیر متجاوز شویم و با بشریت همدلی و هماهنگی اختیار کنیم و این شمار افزایش یابد تا به تعداد بحرانی برسد جنگ و ستیز از میان بشریت ناپدید می شود. اگر هر کس با نفر بعدی خود در عوض خشونت با مهر و عطوفت رفتار کند طولی نخواهد کشید که سربازان دیگر که سربازان دیگر از فرماندهان متجاوز و جهانخوار خود اطاعت نخواهند کرد و هماهنگی و همدلی ذهنهای طراحان اسلحه را که برای تخریب و ویرانگری به کار می روند دگرگون می سازد و از تولید آن خودداری می کنند و مقامات دولتی به ناچار از قرارداد خرید این سلاحها باز می مانند و این تغییر جهت در سیاست های حاکم بر جامعه بشریت پدیدار می شود. دلالان و کسانی که در کار حمل و نقل اسلحه فعال هستند عمل خود را زشت و مغایر با هماهنگی درونی خود مییابند و از کار خیش دست میکشند چیان اسلحه در زیر نفوذ این تغییر جهت در پیشگاه وجدان خود احساس فشار می کنند که حرفه خود را ترک گویند و در عوض آشوب و قوقا خود را با این موج نوین فکری هماهنگ می سازند. این تحول درست به همان شیوهی که در درون یک مولکول رفتار می کند عمل می نماید. هرچه تعداد بیشتری با هم هماهنگ شوند، این موج همگانی تر و فشار آن فراگیرتر تر می شود تا آنکه بالاخره وحدت و یگانگی در بشریت پیروز می گردد. اما از نظر سمبولیک این فرایند به این طریق آغاز می شود که یکی از میمون به خود جرأت دهد که سیب زمینی خود را برداشته و متفاوت از دیگران رفتار نماید و بعدی هم از او می آموزد و همین کار را می کند تا آنکه شمار آنها به تعداد بحرانی می رسد. یک شخص پیشکسوت با یک وجدان آگاه از طریق هوشیاری جمعی به اکثریت نائل می شود. یک روز مشغول دویدن بودم و با خود پیرامون منی که ما است می اندیشیدم. این در حالی بود که یک دونده به اندازه سیمت جلوتر از من در حال دویدن بود. از خود سوالی کردم که سرنوشت مرا به کلی عوض کرد و این یک واقعی تاریخی در طول زندگانی من بود. سوال من از خیشتن این بود که چگونه می توانم احتمالا به موجودی متصل شوم که نه هرگز او را دیده و نه از زمان خلقت حضرت آدم تا به حال او را ملاقات کردم اما او درست همان کاری را می کند که من انجام می دهم و سپس یاد همان سوالی افتادم که این روشنبینی را نصیب من کرد در مورد پاهایم که یکی در جلوی دیگری میرفت و تمام اندام و اجرام زندهی که در بدن من هستند می اندیشیدن. این اندام و اجرام در جسم من هیچگاه یکدیگر را ندیدند. با این وجود همه با هم و هماهنگ متوجه به یک هدف هستند و در جهتی مناسب عمل می کنند تا این بنده ای را که وین, وین نام دارد تشکیل دهند و سرپا نگاه دارند. سپس تصور خود را به عقب برمیگردانم تا برای اولین بار دریابم که سی متر فاصله من با آن شخص در جهان بزرگ و سرود واحدی که در آن فواصل آنچنان گسترده هستند که با سال نوری اندازه گیری بسیار کوچک است. فاصله آن دونده در جلوی من در مقایسه با آن فواصل از فاصله میکروبی در چشم من با میکروب دیگری در لزلمده من بیشتر نبود برای اولین بار در عمرم خودم را به موجودی که ظاهرا جدا از من به نظر می رسید متصل دیدم. برای من از آفتاب روشنتر شد که مهم نیست هر یک از ما در کجای این جام جهان نما قرار داریم در جهانی هستیم که مدور است و لذا غیر ممکن است بتوانیم گوشه یا زل به خصوصی را برگزینیم. به من الهام شد که همه ما اجزا و اعضای این جهانی هستیم که در آن حضور داریم هر یک از ما با اخلاق و شخصیت مربوط به خود در این جهان در تعیین سرنوشت کل آن دخالت داریم و به سهم خود در روند آن مؤثر هستیم یک صدای کوچک در این سرود واحد تمام آن را زیر تاثیر قرار می دهد و ممکن است آن را به سوی هماهنگی یا ویرانی سوق دهد. این بینش عرفانی در آن روز به من روی آورد و هنگامی که به خانه برگشتم با همسرم پیرامون این بینش شگفت آور صحبت کردم که در ضمن آن نامه ای از خاور میانه دریافت کردم که مفاد آن هر آنچه را احساس کرده بود برایم متبلور کرد ما می توانیم درجه جلال و شکوه بالقوه ای را که در وحدت وجود نهفته است درک کنیم بدون آنکه تهدیدی به مقام فردیت ما باشد می توانیم خود را آزاد بگذاریم که به شیوه اصیل به کائنات مربوط شویم و بدانیم که افکار، احساسها و رفتارهای ما بر دیگران اثر می گذارد حتی اگر هرگز آنها را ندیده باشیم هر یک از ما از یک مجموعه بیپایان از ذرات بسیار کوچک زنده تشکیل شده و در درون هر یک از این ذرات ذرات زنده کوچکتر دیگری وجود دارد و این پیوست پیوستاری است که به سوی درون تا بی نهایت ادامه دارد عکس این مطلب هم درست است هنگامی که دید خود را از میکروسکوپ به تلسکوپ منحرف میکنیم خود را جزی از اجرام زنده میبینیم که به تدریج بزرگتر و بزرگتر میشوند و این همان وحدت وجود است یک نمونه بزرگ اخلاقی در این زمینه داستان مسافرت گالیور است که در آن میتواند خود را به جای اهالی جزیره خیالی لیلیپوت بداند که در آن همه کوتوله هستند و یا در عوض اهالی شهر خیالی برایدینگ پندارد که همه مردم آن قول پیکرند که به حال بستگی به دیدگاه شخص دارد حال نظری به کل موضوع وحدت وجود و اثر آن بر جسم شما می‌اندازیم. احراز یک دید روشن پیرامون همبستگی به کلیت کائنات اگر دریچه میکروسکوپی تشبیهی خود را به درون جسم خیشتن بگردانیم و به آن بنگریم در درون این مجموعه که من نام دارد اجزای بسیاری با نام های زبان پرکنی را میبینیم مانند هسته، قزروف، استخوان، اجرام بنیادی و غیره. هر یک سلول به تنهایی در درون خود دنیایی است. و مجموعه را تشکیل میدهد و در داخل خود آنچه را برای کلیتی که من را تشکیل میدهد لازم است می پروراند هر یک سلول تمامی شما را در درون دارد اگر فرض کنیم در بدن هر یک از ما شش بلیون سلول وجود دارد از لحاظ تئوری هر یک از این سلول ها در درون خود استعداد تولید یک شخص کامل دیگری را دارد اما یک چیز دیگری وجود دارد که از اجزای تشکیل دهنده این سلول است که مخالف با هر گونه تفسیر علمی است و تا کنون علم از توجیه و تشریح آن عاجز بوده است و در دنیای مادی توضیحی برای آن مترتب نیست و دارای ماهیت متافیزیکی است و آن خاصیتی است که همه سلول را به صورت مجموعه نگاه داشته و آن را پایدار می‌دارد درست مانند چسبی نامرئی که ما آن را منشأ صلح، صفا، آسایش و یا با هر عنوان دیگری ممکن است بنامیم. عنوان دلخواه من برای این پدیده عشق است. پیر دو این پدیده را به این صورت توصیف می کند. عشق پیوندی است که همه اجزای عالم را به سوی یکدیگر می کشد و به هم متصل می کند. عشق در حقیقت عامل ترکیم کننده جهان است. عشق یا هماهنگی عنصری نامرئی و غیر قابل است که ترکیبی به عنوان جسم را می آفریند و پایدار می کند. اگر یک سلول در درون خود آسوده نباشد و فاقد هماهنگی درونی باشد حتی اگر تمام اجزای درون آن راست و درست و به اندازه کافی باشند آن سلول ناهماهنگ عمل می کند و کلیه سازمان زیستی را که در آن جای گرفته است تحت تاثیر قرار می دهد. لذا یک سلول ناراحت و به بیان بهتر یک سلول بیمار فاقد همبستگی با کلیت نظام و مجموعه از جمله با خیشتن است. یک سلول بیمار فاقد صلح و صفای درون یا هماهنگی و عشق و یا هر عنوان دیگری که به آن بدهیم است این سلول مطلقا هیچ همبستگی و قید و بندی با مجموعه ندارد و در نتیجه با پرهیز از همکاری و نداشتن همبستگی با سلول مجاور خود هر آنچه را در سر راهش قرار میگیرد ویران می کند و در نتیجه خود را نیز تخریب می نماید. آنچه را در فوق تشریح کردم در واقع نقش سرطان در درون یک جسم است. قده های سرطانی هیچ نوع همبستگی با مجموعه بدن ندارند و با سلول های دیگر همکاری نمی کنند و با این شیوه عمل موجب مرگ مجموعه از جمله خیشتن می گردند و قربانی همان چیزی می شوند که خود مبتکر و موجب آن بودند و در آتشی می سوزند که خود برافروختند. حال دیدگاه خود را به سوی تلسکوپ می گردانیم و از سلول به سوی عالم بزرگ می نگریم. خود را یک سلول تنها فرض کنید که بین 6 بیلیون سلول که در جهان بزرگتر است و جامعه بشریت خوانده می شود زندگی می کنید. مجموعی که شما در آن عضو هستید بسیار شبیه به عملکرد یک سلول است. شما تعداد زیادی بخش ها و اجزای مختلف دارید که نامرئی و مرموز هستند و همانند چسب شما را در کنار یکدیگر نگاه می دارد و این همان چیزی است که تیل هارد آن را پیوند دهنده کلیت جهان می نامد که همان عشق و محبت است. اگر بدن خود را یک جهان فرض کنید و یکی از سلولهای بدن شما نقشی غیر از آسودگی و هماهنگی در درون داشته باشد بیمار هستید شما با شخص مجاور خود همان به همان نحو رفتار می کنید که یک سلول سرطانی با سلول مجاور خود عمل می کند در این صورت شما با دیگران همکاری نمی کنید و در عوض سعی در حرص و طمع و پرخوری می کنید و با تجاوزکاری همسایگان خود را تخریب می نمایید و یا پیرامون آنها قضاوت نادرست روا می دارید و لذا هر یک سلول سرطان اجتماعی عینا مانند قده های سرطانی در جسم شما عمل می کند. رفتار یک فرد با دیگری به این دلیل ویرانگران است که هیچ گونه همبستگی با مجموعه و تمامیت ندارد و احساس تعلق به جامعه نمی کند و در فرایند رفتار مخرب خود با دیگران نهایتا خیشتن را نیز نابود می سازد. حال می بینیم که چگونه فقدان پیوند با کلیت و عدم تفکر در چارچوب وحدت وجود و یگانگی در کائنات باعث پیدایش یک سلول سرطانی در جامعه می گردد. حال تلسکوپ خود را برای تمرکز قویتری آماده می و تمامی سیاره ای را که در آن زندگی می کنیم یک سلول واحد فرض می کنیم. من هیچ توصیفی بهتر از توصیف لویر تاماس در کتاب خود تحت عنوان زندگی های یک سلول در رابطه با این موضوع به شرح زیر نخواندم. سعی من این بود که کره زمین را یک موجود زنده تصور کنم. اما این تصور ذهن مرا قانع نمی کرد و لذا امکان پذیر نشد زیرا کره زمین بزرگتر و پیچیده تر از آن است که بتوان چنین برداشتی از آن کرد علاوه بر این تعداد زیادی فعالیت های متنوع در آن جریان داشت که فاقد ارتباط قابل روییت به نظر می رسیدن. شبی مشغول رانندگی در بخش جنگلی جنوب نیو انگلند که بسیار مورد علاقه من است بودم که مجددا مسئله به ذهنم رخ نکرد و با خود گفتم راستی اگر کره زمین مانند موجود زنده نباشد پس چه چی چیز دیگری میتواند باشد دفعتا به ذهنم رسید که شبیه یک سلول تنها و این تشبیه رضایت خاطر مرا فراهم کرد. اگر از کره ماه به کره زمین بنگریم، مسئله شگفت آوری که بیش از همه ذهن انسان را مجذوب می کند، جذبه زنده بودن آن است. عکسهایی که از کره ماه گرفته شده چیزی جز بیابانهای خشک مخروبه و مرده همانند یک استخوان پوسیده را نشان نمی دهند اگر از بالا به آسمان روشن بنگریم و طلوع زمین را نظاره کنیم خواهیم دید که زمین تنها کره پرنعمت و برکت است که در این سوی کیهان آزادانه حرکت می کند و سوسو می زند. اگر به مدت کافی خیره شوید چرخش و گردش توده های بزرگ ابرهای سفید را خواهید دید که نیمه مرئی زمین نیمه مخفی را می و یا از روی آن کنار میروند و آن را مینمایانند و اگر در طول دوره های طولانی زمین شناسی نگاه کرده بودید قاره ها را در حال گردش مشاهده میکردید که بر روی آتش های گداخته قسمت زیرین خود شناور بودند و از بستر خود به این سوی و آن سوی میرفتند. و این سیمای جامع و کامل از یک مخلوق زنده آکنده از سرگذشت شیرین است که به شیوه ماهرانه و زیبا خورشید را در خدمت خود گرفته است. حال درباره این زمین چگونه می آیا کل سیاره یک سلول نیست؟ چرا که نه هنگامی که ذهن خود را بر عظمت شگفت انگیز این سرود واحد متمرکز می کنید در میابید که همه ویژگی های یک سلول درست همانند سلولی که شما هستید و سلول موجود در نوک بینی شما و سلول درون سلول نوک بینی شما و الا آخر به سوی درون و الا آخر به سوی برون به سوی بی نهایت همه همانند و همسان و در واقع یک چیز هستند. حال به قده های سرطانی ناموزون و ناهماهنگ در روی سیاره خود نظر می اندازیم. مثلا به اصری که آن را قرن اتم می نامیم بنگرید. ببینید چه بلاهایی که بر سر کره زمین در نیاورده ایم. سلاحهای هستهای که بدون اعتناع و احساس همبستگی به مجموعه و کلیت جهان ساخته ایم. آیا این گونه اعمال همچون عمل سلول بیمار نیستند که همه چیز را حریسانه ببلعند انقدر بخورند تا مجموعه را ویران سازند و در ضمن آن خود را نیز نابود کنند آیا اگر یک بار یکی از این بمب ها را در یک جنگ تجاوزکارانه علیه برادران خود منفجر کنیم در آن نه تنها برادر خود بلکه خیشتن و کل, کل کره زمینی را که وطن ماست نابود نخواهیم کرد بدون احساس همبستگی و تعلق خاطر به کلیت و بدون احساس وحدت وجود چیزی بیش از یک سلول بیمار نخواهیم بود یک سلول بیمار سلولی است که فاقد هماهنگی و صفای درون و یا به گفتی تیل هارد عشق است دستیابی به وحدت وجود از طریق هماهنگی درون میسر است و هماهنگی درون از طریق تفکر ممکن می شود و این تفکر از نوع وحدت وجود و اتحاد است مبنی بر اینکه بین همه ما پیوند و همبستگی موجود است هرچند این پیوندها با چشم عادی قابل رؤیت نیستند اما در درون هر یک سلول از جسم شما وجود دارند هر بار که شما خود را عضوی از این مجموعه نمی بینید و خیشتن را مربوط به این کلیتی که جامعه انسانیت مینامیم نمیدانید فاقد هماهنگی درونی هستید و بیمار خواهید شد این بیماری به صورت رفتار تجاوزکارانه عدم همکاری و فقدان عشق با سلول مجاور بروز می کند. پس مسئله فقدان وحدت وجود در جهان را می توان در رفتار یکایی که سلول هایی که این کلیت به نام بشریت را به وجود آورده اند ردیابی کرد. با آموزش احساس وحدت و هماهنگی و تجسم مثبت می توانیم این سرطان درون خود و نیز قده های سرطانزا در جامعه را ریشهکن کنیم. هر یک از ما به عنوان یک سلول واحد میتواند کل بشریت را در جهت هماهنگی و عشق ورزیدن و یا بالعکس به سوی آشوب و رفتارهای بیمارگونه سوق دهد تا به امروز تاریخ بشریت شاهد ظهور گروه کثیری از سلولهای سرطانی و عده قلیلی افراد هماهنگ و سالم بوده است ای که آن را بشریت مینامیم متزلزل است و هر یک از ما باید با حد اکثر توان بکوشیم تا همت برای هوشیاری و هماهنگی بیشتر و عالیتر بگماریم تا این سرود واحد را هماهنگ کنیم و این وظیفه کسی دیگر غیر از ما نیست و باید همگی دست کار کمک به شفای کل مجموعه و استمرار سلامت و بهداشت آن باشیم. جامعه بشریت برای مدتی بسیار طولانی دچار تفرقه و تشتت و دستبندی بوده است. و مبارزه نهایی ما باید برای همبستگی و تعلق خاطر به کلیت و مجموعه باشد. و خود را یک سلول واحد در قالب یک سلول بزرگتر بدانیم که هماهنگ عمل می نماید. بسیار واضح است که با این روشنبینی جدید هر کس که در رابطه با دیگری رفتاری تجاوزکارانه و مخرب اختیار می کند است بدون هماهنگی درون و لذا باید رفتارهای تجاوزکارانه و نفرت خود نسبت به دیگران را بررسی کنیم و بدانیم که این رفتارها ناشی از مسئله همسایگان ما نیست و از رفتار آنها نشأت نمیگیرد بلکه نتیجه امواجی است که ما به سوی آنها میفرستیم به گفته مولوی این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا اگر رفتار خیش را نسبت به سلولهای همسایه خود که کمی متفاوت از ما هستند و یا زبان و فرهنگ و عادات آنهایی که کمی با ما تفاوت دارند به سنجیم عملی بسیار سازنده و مفید کرده ایم و ما یک سلول بزرگ تشکیل داده ایم که ترکیبی است از تعداد زیادی سلولهای بیمار همه می دانیم که این مجموعه که از سلول های بیمار تشکیل شده به مدت زیادی دوام نخواهد آورد این اعلام خطر انشتن به همه ما به هنگام مخالفت وی با شکافتن هسته اتم بود که می گفت ما در یک بیراهه گام بر می داریم که ما را به سوی مصیبت بزرگی سوق می دهد. مگر آنکه تفکر خود را عوض کرده و به شیوه متفاوتی بیندیشیم و در عوض سعی در حل و فصل اختلافات خود از طریق جنگ و ستیز و تجاوز راه تازهی بیاندیشیم. یک مرور مختصر بر تاریخ بشری تاریخ بشریت بیش از آنکه حاکی از اتحاد باشد بیانگر تفرقه و تشتت است هر کتابی در مورد سرگذشت بشر بخوانید خواهید دید که آکنده از داستانهای عریض و طویل پیرامون تفرقه بین انسانهایی است که همه هم نوع یکدیگرند وحشتناکترین نکته در تاریخ ما به عنوان ابنای بشر این است که همیشه در جنگ و ستیز با یکدیگر بودیم می توان میزان کوشش ما برای قتل عام یکدیگر را در اسلحه های پیشرفته که برای این کار اختراع و تولید کرده ایم جستجو کرد. ما از ساختن اسلحه های ساده همچون چاقوهای ابتدایی به تولید سلاحهایی چون تفنگ که می تواند از راه دور شخصی را بکشد و یا مسلسل خودکار که می تواند تعداد زیادی از برادران ما را به یک باره به خاک و خون بکشد پیش رفته ایم و حال در قرن بیستم موفق به اختراع اسلحه هایی شده ایم که می توانند میلیون ها نفر را در لحظات کوتاهی به قرن برساند و این ظرفیت مرگاوری زرات های ما را به خوبی تشریح می کند. حال باز می گردیم به تشبیه بدن خود و شش بلیون سلولی که در درون آن است و ای که جسم ما را تشکیل می دهد. اگر تصور کنیم که این جسم می توانست 50 هزار سال زندگی کند مشاهده می کردیم که تمامی این زمان اختصاص به میکروب ها و باکتری هایی داده می شود که بتوانند بدن را مؤثرتر و سریعتر تخریب کنند. می دیدیم که لزون کبد، شاهرگ و اعضای دیگر یکی بعد از دیگری از بین می روند و دست و پا و اندام های دیگر قطع می شوند. و سپس نوبت به سایر اعضای بدن می رسید که رو در روی یکدیگر ایستاده و شروع به جنگ و ستیز نمایند به نحوی که تخریب تمامی بدن را کامل کنند و این همان سرطان فراگیر و نهایی است که تمامی مجموعه را یکباره و به فوریت ویران می کنند تاریخ بشریت همیشه تاکید بر تفاوتها و تقسیمات و تفرقه ها داشته است. نگاهی به کتاب تاریخ کنید و ببینید که ما به عنوان انسان چگونه رفتاری را داشتیم. شرق علیه غرب، سیاپوست علیه سفید پوست، پیر بر ضد جوان، آلمانی در مقابل فرانسوی، متمدن رو در روی وحشی، یک سلسله وقایع تاریخی بیپایان از دو دستگی ها بین مردمانی که برای تصرف و شکست دادن و سبقت گرفتن از یکدیگر نقشه می این کیفیت بسیار شبیه اشکال مختلف حیات در درون بدن است که بر حسب شکل ظاهر خود اقدام به گروه بندی کرده و به جنگ و جدال بپردازند مثلا سلول های رنگین کبد علیه سلول های سفید چشم سلول های بزرگ پوست بر ضد سلول های کوچک خون سلول های مایع علیه سلول های پاشنه پا سلول های بلندتر روده بر ضد سلول های کوتاهتر پرده گوش و الا آخر دست کشی و گروه بندی تا آنکه آخرین گروه پیروز شود و تمامی بدن را بکشد و همه می دانیم که چقدر بیمعنی و مزخرف است که بخواهید با این اندازه نام هماهنگی در درون بدن خیش زندگی کنید حتی بدون تفکر هر کس می داند تمامی اجزا و اندامی که بدن شما را تشکیل می دهند باید با هماهنگی و همکاری با مجموعه بدن کار کنند تا شما بتوانید مثلا برای 90 سال به زندگی خود ادامه دهید موجودی که جامعه بشریت نامیده می شود مجموعی است که طول عمر بیشتری از عمر بدن دارد و باید به گوش و کنار بنگریم که چگونه هر فرد به خصوص در این مجموعه نقش خود را ایفا کرده است و از خیشتن بپرسیم چگونه ممکن است که یک موجود با این همه دستبندی به بقای خود ادامه دهد پاسخ به این سوال این است که یا ما باید به تغییر نگرش و رفتار افرادی که این مجموعه را تشکیل می دهند کمک کنیم و یا آنکه مجموعه خود خیشتن را ویران خواهد کرد. حال قسمتی از نوشته یوگانادا تحت عنوان داستان الهی را مرور می‌کنیم. اعتقاد من بر این است که جهان همواره گرفتار جنگ و ستیز خواهد بود مگر آنکه به وسیله متحول کردن کلیه افراد بشر آنقدر اخلاق و معنویت بشریت را افسایش دهیم که جنگ و ستیز امری غیر لازم تلقی شود افراد بزرگی همچون مسیح، کریشنا، بودا و محمد اگر با همدیگر همزمان بودند به رغم تفاوتها هرگز سعی در تخریب یکدیگر نمیکردند چرا باید مردم جنگ را امری ضروری بدانند صدای توپ و توفنگ چیزی به عقل انسان نمیافزاید و هرگز موجب یک صلح پایدار نشده است تاریخ ما آکنده از رویدادهای منجر به تقسیم و تجزیه بشریت به چند دستگی و تفرقه و تقسیم به گروه و فرقه است که نتیجه تاکید و تکیه بر دشمنی در عوض اتحاد در چارچوب موهبتی که زندگی نامیده می شود است که در نتیجه آن به تخریب و ویرانگری پرداختند برخی از بزرگترین مغزهای متفکر که از بین ما ظهور کردند میدانند که وحدت وجود و یگانگی چیزی بیش از یک تفکر خشک و بیهوده فلاسفه و متافیزیست خواست و در واقع معنی جوهر اصیل واقعیت وجود ماست در وحدتی که بشریت نامیده می شود ما تقسیم ها و تفرقه های ایجاد کرده ایم که چیزی جز زیان کل زیان کلیت و مجموعه را در بر نداشته است البته در اعماق این ظلمت ستارگانی درخشیدند که در پرتو نورافشانی خود سعی در کمک به ما برای آگاهی از راه ابلهانه که می‌رویم نمودند اما قادر نبودیم که از جسم خاکی خود فراتر رویم و آدمیت خود را در تفکر خیشتن بدانیم و تفکر ما همواره در جهت جدایی و تفرقه بوده است چون هم یک سلول هستید در جسم آنچه جامعه بشریت نامیده می شود و هم خود یک جامعه هستید که از میلیون ها سلول جدا تشکیل شده اید به بیان دیگر خود سلولی هستید در یک جامعه و در عین حال جسم شما خود یک جامعه است از سلول های متعدد یکی از مواردی که این اصر را به کار می گیرید نقشی است که در جامعه و در رابطه با انسانهای دیگر در چارچوب سرود واحد ایفا می‌کنید مختار هستید که وسیله‌ای باشید برای اتحاد همبستگی و یک پارچگی و رهبری برای ایجاد یک نوای موزون در این سرود واحد و یا آنکه به طور ناخوشیارانه و با ناآگاهی باعث سقوط و متلاشی شدن آن شوید تقویت همبستگی با مجموعه و کلیت جهان مدتی قبل در محله خود قدم میزدم که به گروهی از باغبانان برخوردم که مشغول اصلاح شاخه های درختان بودند. چون در جلوی خانه خود درختانی داشتم که دارای شاخ و برگ اضافی بودند و نیاز به اصلاح داشتن از آنها رفتم که تا شاید بتوانم اطلاعاتی در این مورد کسب کنم و از آنها برای اصلاح درختان خود دعوت کنم از پاسخی که به من دادند اطلاعات فراوان پیرامون اینکه این کارگران چه نقشی در درون شرکتی که در آن کار می و نیز در این جهان برای خود قائل بودند و با چه نظری به خیشتن مینگریستند کسب کردند؟ یکی از آنها پاسخ داد آقای محترم توجه کنید که شغل من این نیست که اینجا بیستم با شما صحبت کنم شغل من اصلاح درختان و کوچکترین اطلاع از بخش خدمات مشتری و ارجای کار ندارم و سپس روی خود را به سوی ابزار خود برگردان و مشغول کار خود شد و به کلی وجود مرا نادیده گرفت و نسبت به موضوع بی شد در واقع او آنچنان در کار و مسئولیت ویژه خود غرق بود که نمی توانست دریابد که اگر این سیاست را برای همیشه ادامه دهد به کلی از خود و شغل خیشتن بیگانه میماند و به سقوط خود و کسب خیش کمک می کند. این درست همانند حکایت آن هم پیش خدمت رستوران است که روزی یک مشتری از او ساعت را پرسید او پاسخ داد ببخشید آقا میز شما به من مربوط نیست و مربوط به پیشخدمت دیگری است از او سوال فرمایید در جهان کار و کسب دو صفت وجود دارد که رهبران را از پیروان متمایز میسازند. یک همه رهبران خوب و موثر با مجموعه و کلیت همبستگی دارند و نسبت به آن مقید هستند هر روز می توانم نمونه هایی از کسانی را به شما نشان بدهم که هیچ گونه مفهومی از کلیت و مجموعه ندارند و در واقع همانند یک سلول سرطانی در درون بنگاه خود هستند و جملاتی از این قبیل ورد زبان آنهاست این بخش بخش مربوط به من و تحت مدیریت من نیست شما باید با قسمت حسابداری صحبت کنید من تنها همون کاری رو انجام میدم که از بابت اون پول میگیرم ببخشید آقا این مسئولیت من نیست مربوط به شخص دیگری است من مسئول حسن انجام کار دیگری نیستم من در اون واحد بیش از یک کار نمیتونم انجام بدم اینها حرف هایی است که به طور عادی از افراد مختلف در مسئولیت های مختلف از تحویلدار بانک گرفته تا صندوقدار مرکز تلفن در یک فروشگاه بزرگ یک معمور صدور پروانه رانندگی و غیره میشنویم. هیچ یک از افرادی از این رده که سخنانی از این قبیل ارائه میدند احساس هیچ نوع همبستگی با کلیت و مجموعه نمی کنند و احساس هیچ گونه تعلق خاطری به کل ندارند آنها درک نمی کنند که برای بقای سازمانی که در آن کار می کنند هر کس باید با پلو دستی خود همکاری کند این گونه افراد با دید محدود، کوتاه فکری و به اصطلاح تنگ نظری خود پیرو فلسفه این از هیطه مسئولیت من خارج است هستند و با این جهتگیری فکری در تماسهای اجتماعی خود همان اجتماعی که به آن حقوق می پردازد تا در خدمت آنان باشند رفتاری ویرانگرانه دارند و کارایی کل نظام را کاهش میدهند یک رهبر شایسته همیشه کلیت و تمامیت نظام را میبیند و از اثر رفتار هر یک از اعضا بر کل آگاه است توضیح مترجم در تاریخ رهبرانی را می که با توجه به کلیت کائنات عمل کردند و به این لحاظ آثاری بس ارزشمند و بدی و ماندگار به جای گذاشتند و نیز عده دیگری از زمامداران که جز به خود به هیچ چیز دیگر فکر نمی کردند و حقیقت برای آنها تنها خواسته های خودشان بود و بست. و صفحات تاریخ از اعمال آنها خونین و ننگین است. هنگامی که سقرات حاضر به فرار از زندان و یا بازگشت از عقیده ای که آن را درست میپنداشت برای حفظ جان خود نشد و جام زهر را با خوشرویی سرکشید با توجه به کلیت کائنات عمل کرد و نخواست به قانون شکنی در جامعه شود. هنگامی که گاندی به جدا شدن و استقلال بخش مسلمان نشین هندوستان یعنی پاکستان رضایت داد با توجه به کلیت کائنات عمل کرد و به این واسطه نیز به قتل رسید او رضایت نمیداد که کشور تازه استقلال یافته هند دچار جنگ داخلی شود در پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 سران دوول فاتح سرمست از پیروزی در کاخ ورسای گرد آمدند تا تکلیف جهان را مشخص کنند و قرامت نامعقول و ظالمانه به آلمان بستند بدون توجه به کلیت کائنات عمل کردند. اقتصاددان معروف انگلیسی که جزء هیئت نمایندگی انگلستان بود متذکر شد که این قرامتهای ظالمانه هرگز پرداخت نخواهد شد و تنها آلمان را به رکود میکشاند و رکود آلمان منجر به رکود جهان شده و رکود جهانی منجر به جنگ دیگری می شود. همچنین راسل متذکر شد که در عوض سرمستی از پیروزی باید در فکر استقرار صلحی پایدار باشند هیچ یک از رهبران سیاسی اعتنایی به پندهای این دو بزرگوار نکردند نتیجه که 21 سال بعد جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست که همه آنها را در آتشی که افروخته بودند سوزان. در هر جامعه افرادی هستند که در محدوده اختیارات و امکانات خود با توجه به کلیت کائنات عمل می کنند. و در تمیز نگاه داشتن اماکن بهداشت عامه حفظ محیط زیست حفظ منابع طبیعی حفظ صنایع و تأسیسات پاسداری از صلح جامعه و سعی در انجام وظایف محوله میکوشند و برعکس بعضی نه در سطح جهان نه در سطح کشور نه در سطح شهر و نه حتی در سطح خانواده توجهی به کلیت ندارند و بعد از نکبت و عدم برکتی که بر زندگی آنها سایه افکنده در عجب می شوند. برخی حتی تا جایی پیش می روند که حقوق حیوانات را هم منظور می کنند. در بوستان سعدی آمده است که گندم فروشی از مزرعه به دکان خود محمولی گندمی حمل کرد و چون به مقصد رسید موری در گندم دید و روا نداشت که آن مورچه را از دیار خود آواره کند و شبانه آن را به مزرعه بازگردان بعضی آنچنان خردمندانه در جهت منافع خود عمل می کنند که در ضمن آن به دیگران نیز سود می رسانند. مثال زیر از گلستان سعدی نمونه ای از این مقوله است. نابینایی در شب تاریک سبوی بر دوش و چراغ در دست در راهی میرفت شخصی به او رسید و گفت ای نادان روز و شب بر پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر این چراغ را فایده چیست نابینا بخندید و گفت این چراغ نه از بهر خود است از برای چون تو کوردلان بیخرد است که به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند این بحث مرا به یاد امه نابینایی که داشتم می اندازد. این بانو در سن پنج سالگی در اثر بیماری آبل نابینا شده بود و انگامی که هفتاد و پنج سال داشت شبی در خانه او بودم که قفلتا برخا قطع شد و خانه غرق در ظلمت گردید هنگامی که او را از خاموشی آگاه ساختیم فورا از کنار توشکی که روی آن نشسته بود شمدان کوچکی را برداشت و با کبریتی که در اختیار داشت در کمتر از نیم دقیقه آن را برافروخت و اتاق را روشن کرد باید اذعان کنم که نه در خانه خود و نه در خانه دیگری هرگز شاهد روشن کردن خانه با سرعتی که توسط این بانوی نابینا انجام شد نبودم و این است معنی توجه به کلیت کائنات و لذا تصمیم گرفتم که ترجمه این کتاب را تقدیم روان پاک آن مرحومه و نیز کلیه کسانی که با توجه به کلیت کائنات عمل می کنند نمایم پایان توضیح مترجم دو همه رهبران خوب و موثر علاوه بر کلیت سازمان تحت مدیریت خود احساس همبستگی با کلیت بزرگتری دارند. برای کسانی که واقعا رستگار شدند و از جسم خاکی خود فراتر رفتهاند زمان اهمیت و نقشی ندارد. و منظور از کلیت بزرگتر این است که به بنگاه تجارتی خود به کلیتی فارغ از مسئله زمان بنگرید و آن را با میارهایی بسنجید که در خدمت کلیت بزرگ باشد. از این جهت ملاحظه می شود که رهبران واقعی در وجدان خود آگاه هستند که کارمندی که امروز از شغل خود بیگانه است بیماری است که در کارایی روزها هفته ها و سالهای بعد موثر است رهبری که وسعت نظر دارد و به منافع دراز مدت می اندیشد می داند که یک مشتری ناراضی نه تنها به سرنوشت بنگاه مورد مدیریت او و نه تنها امروز بلکه برای همیشه اثر خواهد گذاشت و علاوه بر این ناخشنودی خود را نزد ده نفر دیگر بازگو خواهد کرد و مجموعه و کلیت را الی آخر و برای ابد تحت تاثیر قرار خواهد داد از این جهت یک رهبر شایسته میداند که هر یک برخورد بین کارمند او و مشتری واقعی ترین لحظه در تعیین سرنوشت است کلیت برای حال و کلیت بزرگتر برای ابد برای یک کارمند دنبال رو که تو تیوار وظیفه ای را انجام می دهد مهم نیست که مشتری را برای خود و شرکت خود حفظ کند به طوری که دفعات بعد هم مراجعه کند تنها فکر این نوع کارمند این است که کار فعلی را سر هم بندی کند و حقوق خود را سر برش بگیرد او از این حقیقت آگاه و نسبت به آن خوشیار نیست که دفعه بعد این مشتری ناراضی به سوی رقبای آنها جذب خواهد شد و برای مدتی طولانی باز نخواهد گشت زیرا با ترش روی ناشی از کوتهبینی او روبرو شده است این کارمندان که هیچ قید و بند و همبستگی با کلیت ندارند درست همانطور که سلولهای بیمار هر آنچه را در دسترس دارند میبلند مجموعه را ویران میسازند اگر شغل شما کارگزینی و استخدام افراد است پیشنهاد می کنم که در کارمندان آینده خود در رابطه با صفات فوق دقت کنید اگر این کارمندان خود را به کلیت هم بسته و به آن احساس تعلق می کنند و خود را جزئی از آن می دانند، و آگاه هستند که هر نوع رفتار آنها به عنوان یک فرد قویین بر کل مجموعه اثر میگذارد در این صورت یک مدیر و رهبر بالقوه هستید یک رهبر لایق از این حقیقت آگاه است که هر یک رفتار یک فرد در سرنوشت مجموعه مؤثر است و میداند که یک مجموعه یا یک سازمان یا بنگاه نمی تواند با داشتن یک سلول سرطانی در خود ادامه حیات دهد. یک رهبر لایق می داند که آینده یک بنگاه و سازمان اقتصادی بستگی به شیوه برخورد و پذیرایی از مشتریان در اولین برخورد را دارد و این لحظه خاص موقعیتی بسیار حساس است. کارمندی که برای من اهمیت و احترام قائل است رفتاری مطبوع دارد و برای راضی کردن من به عنوان یک مراجعه کننده یا مشتری با تمامی توان خود میکوشد تا مرا به بازگشت به همان بنگاه برای دفعات بعدی تشویق میکند هر وقت با کارمندی روبرو می که هیچ احساس همبستگی با کل ندارد در میابم که سرنوشت بونگا در معرض خطر است. منشی و یا فروشنده یکی از سلول های هماهنگ است که میتواند عملکرد مجموعه را چه در زمان حال و چه در زمان آینده تحت تاثیر قرار دهد. در محدوده خانواده نیاز ما این است که هر یک از اعضای خانواده از برای خود فردی غیر وابسته و دارای عملکرد مستقل و تنها باشند و در عین حال رفتاری هماهنگ با سایر افراد خانواده و یا هر واحد مسکونی که در آن شرکت دارند داشته باشند همین اصل در مورد افراد بهله ها، شهرها، استانها، کشورها و حتی کل جامعه بشریت درست است. اگر ما مفهوم وحدت را درک و جذب کنیم و آن را در زندگی روزمره خود به کار ببندیم شروع به احساس تعلق به جامعه بشریت و عضویت در عوض زدیت با آن می کنیم. احساس می کنیم که همه همه اعضای این پیکر و با یکدیگر هستیم و هر یک از ما نیز بر جهت و روند حرکت مجموعه اثر می گذارد. همین ای که بشریت نام دارد. در یک تصویر با چشمنداز وسیع وحدت وجود کاملا شفاف و روشن می شود. رهبران بزرگ جهان به خوبی میدانند که ما نمیتوانیم جدا و تنها از یکدیگر زندگی کنیم و قادر به ادامه بقا باشیم و آنها می دانند این تفرقه ها و چند دستگی ها و انشعاب ها در میان ابنای بشر هرچه و به هر عنوان که می خواهد باشد تنها به تخریب ای که بشریت نامیده می شود کمک می کند. حقیقت آن آنکه آنهایی که از اتحاد و عدم تفرقه جانبداری می کنند، کمتر از طریق آرای مردم برگزیده می شود. رای دهندگان در هر گروه طوری شستشوی مغزی داده می شوند که در جهت گروه بندی خودشان رای دهند و نه به رهبرانی که در جهت هدفهای هماهنگ و همبسته برای همه بشریت عمل می کنند. اگر شخصی چون حضرت مسیح امروز ظهور می کرد بسیار بعید بود که از طریق رأی مردم به رهبری انتخاب شود و یا شخصی همچون مادر ترسا اما در عین حال ما شاهد ظهور رهبرانی که اصل تمامیت و کلیت بشریت را درک می کنند بوده ایم. بدون شک تأسیس سازمان ملل متحد یک گام کوچک در این راه بوده است که از طریق آن همکاری در عوض تجاوز برای حل دعاوی ناشی از ایجاد مرزها و تقسیماتی که ایجاد کرده ایم تشویق شود تا سرود واحد خود را تحکیم کنیم. هنگامی که در قرن گذشته ندای وحدت بلند شد شخصی همچون آبراهام لینکن ظهور کرد شاید در دیگر آبراهام لینکن دیگری در گوشه ای از جهان برای کمک به ایجاد وحدت و هماهنگی بین ابنای بشر ظهور کند از کوچکترین سلول در بدن شما گرفته تا خود شما به عنوان یک سلول و به سوی واحدهای بزرگتر که در ساختار اجتماعی ما تشکیل می شوند تا بزرگترین واحدی که کشور مینامیم، و حتی با دیدگاه وسیعتر تا کل کائنات همه و همه همین پیام واحد یعنی ندای وحدت را سر می دهند. و هنگامی که ما وحدت وجود و یگانگی را احساس می کنیم و به عنوان افراد رفتاری حاکی از بالاترین احترام برای تمامیت و یک پارچگی داشته باشیم به بقا و جلوه کلیت کمک می کنیم. اما هنگامی که رفتارمان فاقد احترام نسبت به تمامیت است به سقوط مجموعه و در جریان آن به تخریب خیشتن کمک می کنیم. بینش نسبت به وحدت وجود تنها یک تجربه متافیزیکی نیست بلکه شیوه ای از زیستن است که انسان را به فراسوی جسم خاکی خیش و تحول نفس میبرد هنگامی که ما هماهنگی و صفای درونی میابیم خود به خود همان را در یک افق وسیعتری مشاهده می کنیم و میبینیم که چگونه به سوی جهان برون مربوط میشویم به بیان دیگر آنچه را در درون داریم به سوی جهان برون باز میتابانیم مولوی در این زمینه میگوید خالی از خود بود و پر از عشق دوست پس سکوزه آن تراوت که دروست اگر ما در درون خود از وحدت برخوردار شویم در این صورت یک سلول بیشتر بر آنهایی که خواهان وحدت هستند میافزاییم و در عین حال به جلو و درخشندگی خیشتن کمک می کنیم. وحدت وجود و عالم رویا از شما می خواهم که حالت رویای خود را مجسم کنید. خواهید دید که انگامی که خواب می بینید در حالت تفکر مطلق هستید. در جهانی هستید که جز اندیشه محض و خالص هیچ چیز وجود ندارد. و شما آنچه را برای رویای خود مورد نیاز است تصور می کنید و می آفرینید. در عالم رویا نیازی به حواس پنجگانه خود مانند شنوایی، بویایی، بینایی و چشایی ندارید. هرچرا در خواب می بینید با جسم خود به آن واکنش نشان می دهید. افرادی را که در خواب میبینید ساخته و پرداخته ذهن شما برای بازیگری در رویای شما هستند و این همان درس بزرگی است که در بیداری نیز صدق میکند که در عین حال درک آن به هنگامی که در جسم خود هستید یعنی حالت بیداری بسیار سخت است در جهان فقط یک رویا وجود دارد خوب دقت کنید باز هم تکرار می کنم. در جهان فقط یک رویا وجود دارد. ممکن است هزاران بازیگر در یک رویا وجود داشته باشند. رویابین هزاران صحنه زندگی را در رویای خود می آفریند که کوچکترین همبستگی با زمان ندارند. مانند اتومبیل، هواپیما، قایق، چاقو، بمب تخت خواب و هر چیز دیگری که رویابین خواهان آن است اما در حالتی که ما آن را عالم رویا و یا آگاهی رویایی مینامیم تنها یک رویا و یک رویابین وجود دارد حال برای آن قسمتی که فهم آن سخت است به فصل دوم اشاره می کنم که در آن فصل سه بود برای آگاهی انسان تشریح گردیده که به قرار زیر نامیده شدند آگاهی رویایی، آگاهی بیداری و آگاهی عالی کسانی که به آگاهی عالی و یا حالت اشراق دست یافتند آنهایی بودند که خود را بشری عادی همچون دیگران معرفی کردند و سعی در فهماندن این نکته به ما کردند که آنچه را با آگاهی رویایی خود احساس می کنیم با آگاهی بیداری هم می توان احساس کرد حضرت مسیح گفت حتی فرومایه ترین افراد نه تنها می توانند همان کارهایی را بکنند که من کردم بلکه قادر به انجام کارهای بزرگتری نیز هستند توضیح مترجم حافظ عین همین مفهوم را در این شعر بیان می‌کند فیض روح القدس ارباس مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. و مولوی می‌گوید آنچه عیسی کرده بود از نام او می‌شودی پیدا و را از نام او چون که با حق متصل گردید جان ذکر آن این است و ذکر این است آن مجزات حضرت مسیح به دلیل مسمای اسم او یعنی روح الله بوده که به آگاهی عالی یعنی نیروی خداوند اتصال داشته است پایان توضیح مترجم حال یک آگاهی عالی تری را تصور کنید که در آن همه چیزهای مادی وهم و خیال است و جسم و ماده همانند حالت رویای شما برای آن معنی و مفهومی ندارد و یک تصور و تخیل محض است در این حالت نیست تنها یک رویا می تواند وجود داشته باشد آری اگر شما خیشتن را یکی از بازیگران این رویای بزرگتر است رویای زندگی بنگرید از یک دیدگاه عالی تر آگاهی بیداری را می توان یک رویای بزرگ فرض کرد. حال رویابین نهایی کیست؟ شما می توانید به هر نامی که مایلید آن را بنامید. اراده خداوند، روح و غیره. اما به هر حال سعی در تصور آن بکنید. از یک دیدگاه عالی تر تنها یک نو و یک سطح از آگاهی وجود دارد و همه ما بازیگران آن رویا هستیم. جسم ما همانقدر واقعیت دارد که افرادی که در خواب میبینیم و نه چیزی بیش از آن. به عبارت دیگر جسم ما در این رویای بزرگ همانند افرادی است که آنها را در خواب میبینیم. این ما هستیم که رویای خود را می آفرینیم و با یک آگاهی عالی تر و گسترده تر می توانیم ببینیم که همه زندگی ما در یک رویای بزرگ رویای بیش نیست که ما را به همان عبارت معروف و قدیمی که زندگی خواب و خیال بیش نیست باز می گرداند. در یگان رویای ما با یک رویابین بین ها بازیگر جسمانی وجود دارد که در این رویای بزرگ ما بازی می کنند و روان غیر جسمانی ما آگاهی بیداری ما را همراه با رنج ها و توهمات و تخیلاتی که دامنگیر آن است ترک می کند. جوهر واقعی شما این است که خود جزئی ای از این رویای بزرگ هستید. حال از این دیدگاه به مرگ خیش در سطح آگاهی بیداری خود بنگرید. ما همیشه مرگ خیش را رویدادی ترساور و دردناک و رنج نهایی تلقی می در صورتی که حقیقت درست برخلاف این است. درد و رنج در عالم تفکر خالص کیهانی نمیتواند دامنگیر شما شود درد و رنج تنها میتواند به جسم خاکی ما آرز شود دردهایی را که احساس می کنیم مسئله پیری و شکستگی بیماری های گوناگون زخم ها و جراحات و مشکلات ارتباطی اجتماعی همه رنج هایی هستند که از طریق جسم به ما آرس می شوند و با مرگ جسمی احساس درد و رنج غیر ممکن می گردد. با درک و فهم مطالب فوق برخلاف اکثر مردم من دیگر مرگ را یک مسئله مصیبت بار تلقی نمی‌کنم و آن را به حق یک پاداش و نه یک مجازات به شمار می‌آورم و می‌دانم که فرارفتن از جسم خاکی به معنی پایان دادن به درد و رنج است و اگر در حالی که در جسم خاکی خود هستم در آن سطحی از آگاهی زندگی کنم که بدون حد و مرز است قادر به انجام آن خواهم بود اگر از دیدگاه آگاهی عالیتر خود به زندگی به عنوان یک رویابین همراه با تعداد زیادی بازیگر بنگریم این نگرش ما را یاری می دهد که مرگ را یک نوع تغییر و تحول به موزه عالیتر و فرارفتن از جسم خاکی خود انگاریم. و نه یک مجازات و مصیبت و نیز نسبت به وحدت وجود بزرگ که سرود واحد ماست بینش حاصل کنیم این یک پیام اصلی همه ی آموزگاران روحانی و معنوی است که به ما هدیه شده و درک سریع و بینش یافتن نسبت به آن از طریق سیر در عالم عرفانی است که می توانید از طریق جسم رویابین خود در حالی که در جسم خود هستید بیافرینید و در جسم رویابین خود زندگی کنید شما یک رویابین هستید خداوند هم ناظر رویای بزرگی است که شما بازیگر آن هستید شما در رویای خود همه بازیگران و شرایطی را که لازم میدانید در ذهن خود می آفرینید. خداوند هم شما را به عنوان یکی از بازیگران به همراهی دیگر بازیگران در این رویای بزرگ آفریده. هنگامی که در خواب هستید بازیگرانی را که با ذهن خود آفریده اید برای شما واقعی هستند به همین نحو بازیگرانی را که خداوند آفریده و شما یکی از آنها هستید واقعی هستند اما همه جسم ها در این رویا وهم و خیال است هرچند که واکنش های شما بسیار واقعی هستند پس از بیدار شدن از این رویا یعنی مرگ از آنها خلاص می شوید با این تفاوت که اگر رویای شما 90 دقیقه و رویای بزرگ یعنی زندگی شما 90 سال طول بکشد باز هم واکنش های شما به جسم های مهم واقعی هستند هنگامی که از رویای خود بیدار می شوید به نادانی خود برای ناراحت شدن پیرامون آنچه در خواب دیده اید و وهم و خیالی بیش نبوده می خندید و به سطح والاتری از آگاهی یعنی بیداری ارتقا می آبید. به همین نحو هنگامی که از رویای بزرگ بیدار میشوید و درک می کنید که امور زندگی و آنچه را برای آن تقلا می کنید و از بابت آن درد و رنج می کشید خواب و خیالی بیش نیست به سطح بالاتری از آگاهی یعنی اشراق اطلاع می آبید. و از دیدگاه جدید خود چشمندازی وسیعتر و نیرومندتر میابید که تمامی حقایق زندگی را در بر میگیرد و در معرض دید ما قرار میدهد. در دنیای هر یک از ما فقط یک رویا و یک رویا بین وجود دارد و اینکه ما چگونه این رویا را به سر میبریم و یا به سر میآوریم کاملا بستگی به خود ما دارد. ما بازیگر این رویا به عنوان یک رویا بین هستیم و نقشی را که ایفا می کنیم کاملا در اختیار ماست. هرچند که این در وحله اول یک بیان به ظاهر متناقض و محمل به نظر می رسد. اما اگر این حقیقت متناقض پس از آنکه آن را پذیرفتیم در ذهن ما ماندگار شود بینش تازهی به ما می دهد. و می توانیم مسئله را از دیدگاه نوینی بنگریم و تر از این حقیقت نیست که می دانیم در جسم ما شش میلیارد سلول است و در عین حال خود ما در جسمی جای داریم که دارای شش میلیارد سلول همانند ماست و اگر واقعا معتقد شوید که جهان یک رویای بزرگ است و شما در این رویا با دیگران با دیگر بازیگران آن همبسته و همبازی هستید و بیشتر در عوض جدایی از دیگران به پیوستگی با آنها فکر کنید و تفکر شما از موضع اتصال باشد و نه انفصال در این صورت به کامیابی موفقیت و خوشبختی ابدی دست یافته و دیگر در خوف و ترس از دیگران به سر نخواهید برد و در معرض تهدید نخواهید بود از خود بپرسید هنگامی که از خواب بیدار می شدم، بازیگرانی که در رویای من بودند به کجا می روند؟ حال سعی کنید که عالم بیداری خود را به چشم نه یک مکان جدید بلکه یک بود تازه بنگرید. بدهیست با این فرض دیگر بازیگران وجود مکانی ندارند که جایی پنهان شده باشند. آنها هویت چند بودی خود را نشان دادند. شما هم اگر بخواهید می توانید به این بود بدون جسم وارد شوید. چرا پذیرفتن اصل وحدت وجود برای ما سخت است و چه چیزی مانع آن است ما به این دلیل در برابر پذیرفتن اصل وحدت وجود ایستادگی می‌کنیم که به ما آموخته شده که جوهر و ماهیت انسانیت ما بر اساس جدایی است مرزها، محدودیتها، برچسبها و سنتهایی که برای خیش قائل می شویم، ابزار و نشانه های جدایی هستند. آموخته ایم که دیگران را موجوداتی منفک و متمایز از خیشتن بنگریم و در برخی از حالات عملا نیمی از جامعه بشریت را دشمن خود پنداریم. تربیت ما در جهت تمرکز بر نژاد یا اصل و نسب خود بوده به طوری که دیگران را نسبت به خانواده، قبیله یا گروه خود غیر و بیگانه بدانیم. در واقع بر ما تعریف و توصیف ما از خیشتن هستند. نتیجه این ذهن آرایی در طول زندگی این است که هر یک از ما خود را در قالب عناوینی چون فرانسوی، مؤنث، مزکر، پروتستان، بلندقامت، سیاه پوست، کار، ورزشکار، کار، ورزش طبقه متوسط و فلان و بهمان شناسایی کنیم. همه اینها برچسب هایی هستند که ما را از یکدیگر جدا و به گروه های مختلف ردبندی می کنند. و از این طریق ما را از ذهن باز و روشن و دید شفافی که بتوانیم در چارچوب سرود واحد و بینش انسانی بیاندیشیم محروم می کنند. توضیح مترجم مولوی در این مورد می گوید چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسوی با ایسوی در جنگ شد و حافظ می گوید غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است پایان توضیح مترجم وحدت وجود یک مفهوم مجرد و انتظایی است و لذا فهم و درک و تسلط بر آن و زندگی با آن سخت است برای آنکه به راستی بتوانیم آن را باور کنیم و به آن ایمان بیاوریم و در عمل به آن برسیم لازم است که به این جهان مادی از یک دیدگاه بزرگتر و عالیتر بنگریم دیدگاهی بسیار والاتر از حد اکثر دامنه افق تصور ما ما باید قادر به دست کشیدن از نظر تنگ و محدود خود باشیم و این امر در جهانی که مستلزم زندگی در محدوده دنیای کوچک مادی قالب جسمی ماست کار چندان آسانی نیست برای اینکه یک بینش گسترده تر و افق و دامنه تفکر وسیع تری کسب کنیم باید از چارچوب فکری که در آن گرفتار هستیم و از اندیشه های قالبی و شکل گرفته خود دست بکشیم و پا را از مرزهای آن فراتر نهیم این مانند این است که از سلولهای کبد خود که تنها محیط کبد را دیدند بخواهیم از این تفکر خود که کبد تنها عضو موجود در بدن است دست بکشند و خود را جزی از کلیت بدن انسان بدانند. بدنی که حتی از بودن آن آگاهی ندارند. تنها جایی را که آنها دیدند و آن را تجربه کردند همین کبد است. با این حال انتظار داریم که به وسیله تفکر بتوانند درک کنند که همین عضو چگونه به موازات و با همکاری و هماهنگی سایر اعضای بدن عمل می کند. و این همان موزه است که هم شما دارید. با این تفاوت که شما دارای مغز و نیروی تفکری هستید که توان درک و تصور چگونگی عملکرد کل نظام زیستی بدن به عنوان یک مجموعه را دارد شما عضو یک مغز جهانی هستید با این حال این یک هدف دیرینه در تاریخ بشریت است که با وجود آنکه در یک جسم گرفتار و در درون مرزهای جهان مادی که با آن ملازمت دارد زندانی است بتواند از چگونگی عملکرد آن آگاه شود این بسیار آسانتر است که در محدود زندگی کنیم با آنکه می توانیم از تشبیه کائنات به جسم خود به عنوان یک مجموعه یاری بجوییم جهش از میکروسکوپ به تلسکوپ بسیار دشوار است و گرایش ما بر این است که راه کوتاه و ساده تر را برگزینیم و از چارچوب و مرزهایی که به آن خو گرفته ایم پا فراتر نگذاریم برای ما آسانتر است که در جهانی زندگی کنیم که قبلا حد و حدود و خط و مرزهای آن کشیده شده و تکلیف ما توسط کسانی که هزاران سال قبل از ما میزیستند مشخص گردیده هرچند که این راه چندان آموزنده نباشد و بر آگاهی ما چیز تازه نیفزاید و مرام و مسلک خود را به هنگام تولد تعیین شده پنداریم زیرا تیه این مسیر از پیش تعیین شده برای ما آسان تر است برای ما سهل تر است که باور کنیم دشمنان ما همان هایی هستند که به ما معرفی شدهاند تا در مقابل دیدگاه ها و عقایدی که ممکن است برای ما دشمن بیافرینند بیستیم. برای ما راحت تر است که سر در برابر شغل و سنت های خانوادگی خود فرود آوریم و همان حرفه را ادامه دهیم تا آنکه در برابر آن بیستیم و به بهای خریدن خشم و غضب آنهایی که پیرو و آن هستند به راه مورد نظر خود برویم. در مجموع برای ما آسانتر است که سلولی باشیم که بدون توجه به هدفهای دراز مدت و تصویر کلی و خیر و صلاح مجموعه در جهت جریان آب شنا کنیم و با امور خو گرفته زندگی نماییم. هنگامی که خود را موجودی منفرد و جدا از دیگران فرض می فرصت خوبی برای انتقاد و سرزنش دیگران میابیم. اما هنگامی که به وحدت وجود قائل می شویم، متهم کردن دیگران به عنوان یک شیوه زندگی بدل به امری محال می شود. زیرا همه ما متصل هستیم و همه نیروهای ما باید متفقا در جهت یافتن راه حلهایی برای خیر و صلاح فرد و مجموعه هر دو عمل کند. اگر زندگی خود را جدا از دیگران فرض کنیم و دیدگاه ما بر اساس جدایی و تفرد باشد گرایش ما در جهت مسئول کردن دیگران برای کمبودهای زندگی خود خواهد بود و بسیار آسان است که آنها را آماج سرزنشهای خود قرار دهیم به ویژه آنهایی که در بخش متفاوتی از این سرود واحد هم صدایی می کنند یعنی آنهایی را که شما شخصا ملاقات نکرده اید و یا کسانی که به صورت ظاهر از شما متمایز هستند ما کاملا مختاریم که ای از ابنای بشر را دشمن خود تلقی کنیم و نسبت به آنها کینه و انات ببرزیم و سرزنش کنیم و یا آنکه احساس کنیم که همه بندگان خدا هستیم و در نظام آفرینش از یک گوهر آفریده شده ایم و همه یکی هستیم. تا مادامی که نیاز به مسئول کردن دیگران برای مشکلات زندگی خود داشته باشیم در مقابل وحدت وجود و احساس یکی بودن با دیگران خواهیم ایستاد. اگر جدایی در جهت منافع شخصی عدهای باشد بدیهی است که مفهوم وحدت وجود را به باد مسخره خواهند گرفت مانند کسانی که در ساخت و تج، تجارت اسلحه برای برادرکشی و جنگ افروزی فعال هستند اینها اغلب اتحاد یگانگی و وحدت وجود را با نیشخندهای تمسخرآمیز نفی میکنند تمام کسانی که به شیوه سنتی زندگی خود می چسبند همان شیوهی که ما را به گروه های عالی و پست خواص و عوام و ممتاز و عادی تقسیم می کند. آنچه را در این فصل از کتاب گفتم مردود خواهند شمرد. اگر کار و پیشه و یا مرام شما و یا هر شغلی که دارید به نحوی است که نیاز به قضاوت پیرامون دیگران و تفکیک و دستبندی آنها دارید تفکر در قالب وحدت و برادری و یکسانی برای شما دشوار خواهد بود در واقع هر کس که بخشی از نیروی حیات خود را حتی به میزان کم در شرارت و آشوبگری می‌گذراند اتحاد برای او یک احساس آزاردهنده خواهد بود یک نگرش ساده به تاریخ بشریت ما را در جهت روشن شدن مطلب راهنمایی می کند. بسیاری از کسانی که بر یگانگی و وحدت آدمی تکیه می نمودند و پیرامون آن تبلیغ می کردند به قتل می رسیدند. کسانی که برای ریشهکنی جنگ کوشش می کردند به عنوان آرمانگرایان سبک به باد تمسخر گرفته می شدند. تمام آنهایی که شعار جهان متحد و یک پارچه را سر می دادند به طریقی از میدان به بیرون رانده می شدند و در کوشش خود ناکام می گردیدند. یک استفاده چی فرصت طلب به آسانی کلیت را در مقابل سود شخصی خود فراموش می کند. برای بسیاری از مردم که مایل به ترویج جدایی هستند تعلق به کلیت ترس است. دلایلی چند وجود دارد که ما در مقابل وحدت وجود که یک اصل جهانی است می و در عین حال بقا و تکامل ما بستگی به گرایش اکثریت ما به سوی اتحاد و یگانگی دارد و من بر این باورم که این آرزو بالاخره محقق خواهد شد به اعتبار این اصل که کائنات عبارت از یک سرود واحد است می توان استناد کرد که بشریت بالاخره به پیام نیاز برای اتحاد گوش فرا خواهد داد و آن را خواهد شنید و این روزی است که هر لحظه به آن نزدیک تر می شویم. زیلن دستوراتی برای تسریع حرکت شما به سوی گرایش به اصل شگفت انگیز وحدت وجود ارائه می گردن. چند دستور برای کاربرد اصل جهانی وحدت وجود در زندگی خیشتن. همین امروز برای یک ساعت فکر جدایی از دیگران را از سر خود بیرون کنید. در اسنای این یک ساعت هر کسی را که ملاقات می کنید از یک طریق نامرئی به خود متصل و مربوط فرض کنید. خواهید دید هنگامی که در قالب وحدت و یگانگی و یکی بودن با دیگران میاندیشید دیگر احساس خشم و کین توزی نسبت به دیگران بدل به امری دشوار می شود. زیرا ابراز این گونه رفتار به سوی دیگران همانند ابراز آن به خیشتن می گردد. خود را شریک و متصل به هر کس که می بینید و یا حتی وصف او را می شنوید بدانید. چیزی که شما و دیگران در آن شریک هستید جوهر انسانیت شماست. هرچه کمتر از دیگران فاصله بگیرید و خود را جدا کنید کمتر دستخوش بیماری های ناشی از جدایی می شوید. برچسب هایی را که به خود زده اید بررسی کنید. هر یک برچسب نوعی مرز، فاصله و محدودیت است که شما را از دیگران جدا می سازد. چه اصل و ریشه شما انگلیسی باشد و چه افریقایی به مجرد اینکه چون این برچسبی به خود میزنید خطی به دور خود میکشید که به شما اجازه نمیدهد هر چیز غیر انگلیسی یا غیر افریقایی را بیازمایید خود را یک انسان بشناسید و در این صورت نیاز به هیچ برچسبی ندارید افکار را نمی توان تجزیه یا گروه بندی کرد. شما را در رابطه با افکارتان نمی توان جوان یا پیر نامید. بر برچسب تنها برای جسم یا عقاید سیاسی و یا ویژگی های جسمی به کار می رود. در تفکر شما می توانید هر چیز و همه چیز باشید. به خاطر داشته باشید تنها یک جزء بسیار کوچک شما جسم است و این جسم شما ظرف و پوسته ای است که شمای واقعی را در خود جای داده است سعی بر این کنید که افکارتان در کل و رفتارتان در جزء باشد خود را یک سلول از چند بیلیون سلولی بدانید که در یک سلول بزرگتر به نام جامعه بشریت جای گرفته است. هنگامی که خود را به این مجموعه متصل و نه جدا از آن می دانید خود به خود آغاز به همکاری با آن می کنید. این همان حالتی است که شفا نامیده می شود. هنگامی که یک پسر جوان بودم دختری به من ابراز عشق کرد از او پرسیدم آیا واقعا من چه میگویی ایمان داری پاسخ داد آری گفتم اگر من ناگهان بدل به یک پیرمرد 99 ساله پیر و ضعیف و شکسته شوم آیا باز هم عاشق من خواهی بود لحظه ما تو مبهوت شد و پاسخ داد نه زیرا دیگه شمایی که از سایه هستید نخواهید بود به یاد دارم که به او گفتم من این جسم نیستم و چیزی که شما عاشق آن هستید این جسم است و نه من و شما واقعا عاشق من نیستید من علاوه بر اینکه این هستم آن پیرمرد 99 ساله هم هستم اغلب وقتی می گوییم عاشق کسی یا چیزی هستیم منظور ما جسم است و از آنچه در درون است قافل هستیم بدانید که بر جزئی از زندگی برونی جسم است. علاوه بر این قشر برونی باید در پی زندگی درونی خود نیز باشید. به یاد داشته باشید که در طریق زندگی هدف و مسیر یکی است و در هم ادغام شدهاند. شما هیچگاه شکل نهایی به خود نخواهید گرفت و به هیچ هدف نهایی نائل نخواهید آمد. زندگی یک سلسله مراحل تحولی و گذرا و رشد مداوم و پیوسته است. هرچند ممکن است بیان مغایر به نظر برسد. اما شما همه هدفهای خود را در این چشمانداز وحدت وجود خواهید دید. هر یک گام در این راه و هر یک روز از زندگی یک تجربه یکتا و منحصر به فرد و جزئی از کلیتی است که زندگی شماست در این راه هیچ لحظه عادی وجود ندارد همین لحظه ای که همین از ساره در آن به سر میبرید کلیتی است و چیزی جدا از زندگی شما نیست این گفته قدیمی را به خاطر بسپارید که زندگی رویدادی است که در حالی که شما سرگرم طرح نقشه و برنامه ریزی برای امور دیگری هستید به شما روی می آبرد. و این گفته شما را یاری می دهد که ذهن خود را بر وحدت متمرکز کنید و این تمرکز را دائمی و پایدار نمایید نه آنکه در عوض تنها بر مورد خاصی که بدون اعتنا به روابط علی کائنات به طور تصنعی برای خود تراشیده اید تمرکز حواس دهید اعضای خانواده شما یادآور روزانه گوهر آدمیتی هستند که در آن با آنان شریک هستید. همه شما عضوی از پیکر بزرگی هستید که بشریت نامیده می شود. هر زمان به کسانی که به آنها عشق می ورزید، نیش زبانی می زنید، در همان لحظه بر خود تعمل کنید. آنها را افرادی مجسم کنید که بندگان خدایی همچون شما هستند و شما و آنها از یک منبع انرژی حیاتی تغذیه می شوید. و یک جوهر زندگی در عروخ شما جریان دارد. ما در مورد دیگران همانی را قضاوت می کنیم که خودمان هستیم. اما چون اغلب آن را انکار می کنیم و یا از آن می ترسیم به واسطه آن خشم اف افسار گسیخته خود را بر سر آنها فرود می آوریم. ما تنها آن چیزی را که در درون داریم می توانیم به جهان برون ارائه دهیم. اگر برای خود احترام قائل هستیم همان را به کسانی که مورد عشق ما هستند باز میتابانیم اگر دچار حس تأخیر نفس و خار کردن خیشتن هستیم همان را به نزدیکان خود روا میداریم هنگامی که از درک گفتار و یا رفتار فرزندانم درمانده می شوم، سعی در تصور نیروی نامرئی که در چارچوب روابط انسانی مرا به ایشان متصل و مربوط می مینمایم می نمایم و رفتار آنها را از آن خود و رفتار خیشتن را متعلق به آنها می دانم. و از این طریق درک من از آنها بیشتر و عشق و محبتم به سوی آنها افزونتر می شود. کسانی را که دشمنان خود میدانید مورد توجه قرار دهید بر طبق همان منطقی که شما آنها را دشمن خود میپندارید آنها هم ممکن است شما را دشمن خیش بدانند و این یک دستور و درس روحانی است انسانها دارای قیافه های متفاوت و از نژادهای مختلف هستند شیوه زندگی آنها با یکدیگر تفاوت دارد و تفکر آنها ناهمگون است اما اینها دلیل بر این نیستند که جزئی از یک کلیت و یک مجموعه و در نتیجه جزئی از شما نباشند نگذارید هیچ کس و هیچ عامل ناقابل و مبتذلی. چون محل جغرافیایی سکونت دلیل بر اح... بدلیل برای احساس خصومت نسبت به دیگری شود شما مجبور به اطاعت از هیچ نوع منطقی که از هیچ برای شما دشمن بتراشد یا از شما بخواهد با کسی خصومت کنید نیستید این بیان مغایر با وطن دوستی نیست شما می توانید عاشق میهن خود باشید و بخواهید با صلح و صفا برای فرزندان شما به میراث بماند بلکه به این معنی است که در حد توان خود دست به هر عمل ممکن بزنید تا مطمئن شوید که همه ما به وحدت وجود بینش داریم بدانید که در یک سیاره مدور از لاء متمایز و خط و مرز نمی توان کشید در اینجا مسئله دیدگاه و چشمانداز شما مطرح است و به ابزار فکری مجهز هستید که شما را قادر می سازد که به چشمانداز بی پایان وحدت وجود نگرش داشته باشید. اگر در مقام مدیریت و ریاست سازمان یا دستگاهی هستید، ترتیبی دهید و سیاستی برگزینید تا افرادی که زیر دست شما کار می کنند، احساس تعلق خاطر و همبستگی به مجموعه کنند. از مشارکت و کمک هر یک از آنها در بهبود امور سازمان تجلیل و ستایش کنید و تشویق نمایید. مانند سهیم کردن آنها در سود، به رسمیت شناختن مشارکت آنها در رهبری و جایزه های نقدی و غیره کارکنان را زیاده از حد گروه بندی و بر حسب تخصص تفکیک نکنید تا از کمک به هدف کلی و داشتن یک دید گسترده به مجموعه محروم نشوند نسبت به میزان کمک هر فرد به کل مجموعه بینش داشته باشد و برنامه های آموزشی را به نحوی طراحی کنید که نتیجه فعالیت هر یک از اجزا به روند مجموعه فهم شود و در این حال از فردیت و اختیار هر فرد از مجموعه حمایت کنید و احترام بگذارید. هر یک سلول در درون یک مجموعه باید تا حدودی اختیار و حاکمیت داشته باشد تا به عنوان یک فرد احساس شخصیت نماید. یک سلول منحرف به سقوط کل مجموعه کمک می کند و بالعکس یک سلول هماهنگ در درون یک مجموعه سلامت آن را یاری می دهد. احساس فردیت و احساس همبستگی به مجموعه فقط به ظاهر مانعت هستند. زندگی در سایه اونس به حقایق به ظاهر متناقض و درک این حقیقت که پدیده های به ظاهر متضاد که همیشه در درون یک مجموعه هماهنگ عمل می نمایند شرط جدایی ناپذیر اشراق و روشنبینی هستند. منتهای سعی خود را بکنید که در مقابل نفرت دیگران ابراز عشق کنید و بدی دیگران را با نیکی سزا دهید. این پیام عیسی مسیح به بشریت است اگر شما در درون خود سرشار از عشق و محبت هستید همان را می توانید به دیگری نصار کنید همه کینه ها و نفرت ها حتی آنهایی که بر حسب ظاهر در واکنش به تجاوز دیگران است و به ظاهر موجه می نماید جزئی از سرطانی است که به ویرانی بشریت می انجامد هرچه بدون توجه به رفتار دیگران عشق و محبت نصار کنیم بیشتر در وحدت وجود زندگی می‌کنیم البته مسلم است که جامعه ما برای برقراری امنیت نیاز به ساختن زندانها و سایر ابزار حفاظتی دارد تا دا جامعه را در مقابل خاطیان و تجاوزکاران حفظ کند اما ما نیاز به ارائه نفرت و کینه در مقابل رفتار ضد اجتماعی دیگران نداریم. سعی کنید هر کس را که به هر نحوی در صحنه زندگی شما ظاهر می شود به دیده یک آموزگار بنگرید و از او چیز بیاموزید. هر کس را جزی از خیشتن بدانید که سعی در رشد دارد. این بر حسب تصادف نیست که دوستی های پایدار و دیرینه ترکیبی از تضادها هستند ما اغلب عاشق کسانی هستیم که یک بخش رشد نیافته و ناقص ما را به ما مینمایانند در عوض قضاوت در مورد دیگران که باید رفتاری چنین و چنان داشته باشند آنها را به چشم افرادی بنگرید که صفتی از شما را به شما می نمایاند و از خود بپرسید آمادگی آموختن چه چی چیزی از آنها را دارید و آنچه در دنیای تفکر شما ضد و نقیز به نظر می رسد عشق بورزید همچنین به افرادی که شیوه زندگی آنها برخلاف شماست به یاد داشته باشید آنهایی که بیشترین دلتنگی و یا نگرانی را در شما ایجاد می کنند کسانی هستند که آن صفت یا چیزی را که فاقد آن هستید و یا خواهان آن می باشید به شما یادآوری می کنند اگر شما به اعمال دیگران واکنش نشان نمی دادید، به این معنی بود که نسبت به عمل آنها کاملا بی تفاوت بودید اما در اینی که می خواهید بی تفاوت باشید واکنش نشان می دهید و این به این معنی است که چیزی در درون شما در مقابل یک محرک برونی برانگیخته می شود و این یک مصیبت از سوی دیگران نیست بلکه فرصت و زمینه مناسبی برای یادگیری شماست. تمام کره زمین مجموعی از تفاوتها، اختلافها، تلوانها و تنوعها است. شما نیز یک مجموعه واحد از همین تفاوتها و تنوعها هستید که در آن واحد هم در غالب ماده و هم خارج از ماده زندگی می کنید. از این آرزو که دیگران هم مثل شما باشند دست بکشید و از ناهمسانی و تنوع و تفاوت دیگران لذت ببرید زیرا اینها اجزایی هستند که این سرود واحد را شکوهمند میسازند هیچ کس نمی تواند به شما بگوید چگونه همبستگی خود را بیشتر و وابستگی خود را کمتر کنید. این شما هستید که افکار خود را کنترل می کنید. من تنها می توانم در بسیج و به کارگیری استعدادهای خیشتن در جهت تفکر و در قالب وحدت وجود شما را یاری دهم. شاید بتوانم به شما کمک کنم که درهایی را که به واسطه شرایط زندگی پیشین به روی شما بسته بوده بکشایم. اما این شما هستید که تصمیم نهایی را جهت گام برداشتن در این راه می گیرید. و پس از آنکه مقید شدید و اراده کردید که نقش شایسته خود را در این سرود واحد به عهده گیرید هیچ کس نمیتواند شما را باز دارد این راه شماست و طریقی است که خودتان برگزیدید و می توانید به هر شیوهی که می خواهید در آن گام بردارید را نهایتا از پذیرفتن اصل وحدت وجود به ارمغان می نوعی پاداش شکوه است در این راه شما پیرامون نقش خود در هیچ امری سوال نمی کنید و در عوض خیشتن را به سوی جهان برون همچون پرتوی از نور می تابانید و به وحدت زندگی همگانی و کلیت کائنات عرضه می کنید و در آن غرق و با آن یکی می شوید و جزئی از نیروی عشق می گردید این فرایندی است که ابتدا به سوی زندگی درون و سپس به سوی زندگی برون به سوی افراد خانواده و روابط شخصی شغلی و اجتماعی شما متوجه می گردد. در شما یک احساس تقدیر و تحسین و سپاس برای زنده بودن و زیستن پدید میآید شما میدانید تنها تفاوت بین ابنای بشر در کیفیات جسمانی است و نه چیز دیگر و لذا با همه احساس وحدت و یکی بودن می کنید و دیدگان شما دیگر تفاوتها را نمی بینند و در می که تفاوتها و تمایزها در میان ابنای بشر تنها در جسم است سه کلمه هستند که نمایانگر پیوند نامرئی یکی یک که افراد بشر با یکدیگر هستند و آن سه کلمه عبارتند از تنها به معنی یک تن و تنها به معنی همگان و این یک تن و تنها به وسیله یک رشته نامرئی به نام عشق به همه اتصال دارند توضیح مترجم در اینجا نویسنده کلمه الون به معنی تنها و آل وان به معنی همه با هم متحد را ذکر کرده و سپس نوشته که این دوتا را یک حرف ال که نماینده لاف به معنی عشق است به هم مربوط می کند و با این استعاره املایی خواسته برساند که اگر همه افراد به هم عشق ببرزند تک تک افراد با هم یکی و متحد می شوند و حکم واحد را می آبند. پایان توضیح مترجم در درون هر سلول در کائنات هم احساس تنهایی وجود دارد و هم احساس همبستگی و وحدت. هنگامی که یوگانادا برای مقام روحانیت تربیت می به او آموخته شد که این اراده حضرت حقباری تعالی است که نگهبان ماده و انرژی و جسم و نیرو در کائنات باشد و در این حال اعلاتر و برتر از همه چیز به صورت یک نیروی قائم به ذات، بدون شریک، آری از زمان و مکان و مظهر نیکی و سعادت مطلق و فراسوی جهان ماده و انرژی مرتعش است تمام کسانی که در زندگی خاکی خود تحقق نفس میابند میتوانند دارای یک وجه خداگونه در چارچوب یک هستی مضاعف باشند. هم از یک زندگی خاکی در روی زمین برخوردار شوند و هم در عالم ملکوتی و سعادت جاودانه درونی غرق شوند. برای شما آرزوی موفقیت در برخورداری از این تجربه مضاعف را دارم. که ارتباط و مشارکت خود در وحدت وجود را فرا گیرید یعنی هم در زندگی خاکی و هم در صفای درونی فعال باشید زیرا به راستی هم تنها هستید و هم جزئی از کلیت هم دارای فردیت هستید و هم عضوی از جمعیت